وطنان عزیزم، شوره آسمی هستم. هیئت مدیره لطف کردن امروز من رو انتخاب کردن که به عنوان مسئول جلسه تا آخر برنامه در خدمتتون باشم. اجازه بدید که تشکر بکنم. در این روز تابستان انتخاب کردید که تشریف بیارید و در این جلسه شرکت داشته باشید. قبل از هر چیز اجازه بدید که تبریک بگم به هیئت مدیره جدید کانون و همچنین برای کسانی که دارن این برنامه رو از طریق دوربین میبینن و توی این جلسه شرکت ندارن، بگم که در جمع کانون دوستداران فرهنگ ایران هستیم که 30 سال هست که باورتون بشه یا نشه هر هفته سخنرانی داره و سخنرانی های متنوع. خوشبختانه امروز مهمانان گرامی من با من هم عقیده بودن که معرفی رو هرچی کوتاه‌تر من انجام بدم و بیشتر وقت رو بگذاریم برای سخنران ها و اون قسمت پربار برنامه که در حقیقت سوال و جواب هست. بنابراین من پوزش میخوام از شما به اصطلاح افرادی که تشریف آوردید در کانون که یک معرفی خیلی کوتاه از دو مهمان ارائه میدم. قبل از هر چیز تقاضا میکنم که تلفناتون رو لطفاً خاموش بکنید، چون واقعا خیلی آزاردهنده است که وسط برنامه این تلفن‌ها زنگ میزنه. همونطور که میدونید موضوع پنل امروز فدرالیسم هست. دو مهمان در این برنامه شرکت دارن، آقای رحیم رشیدی روزنامه‌نگار و عضو حزب دموکرات کردستان ایران، آقای احمد تقوایی پژوهشگر و یکی از مدیران سایت آینده نگر. من میخوام از هر کدوم از سخنران ها که 15 دقیقه وقت دارن تقاضا بکنم خیلی کوتاه فدرالیسم رو از دید خودشون معنی بکنن و دفاع بکنن از اون به اصطلاح باوری که دارن برای فدرالیسم. اول تقاضا میکنم از آقای احمد تقوایی 15 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم. سلام میکنم خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. من میخوام بحث فدرالیسم وقتی که صحبت شد پیشنهاد شد به من که در پنل شرکت بکنم، خب فدرالیسم رو فکر کردم که بعد فدرالیسم رو به عنوان یک مدلی از حکومت، یک پدیده در این حال مثل هر مدل های حکومتی که ارائه میشه یک پدیده تاریخی است و در نتیجه فکر کردم بد نیست که ببینیم که این پدیده اصلا برای چی به وجود اومده و به عنوان این مدلی که این پدیده که ما بس مانو فدرالیسم و اصلاحات یاد میکنیم چه رول رو در تاریخ ایجاد کرده، چون به محض این که این رول تاریخی شد در ساختار نحوه دوران 200-300 ساله‌ای از پیدایش پدیده فدرالیسم می‌گذره بررسی کنیم، این وقت متوجه خواهیم شد که این پدیده تاریخی در حقیقت چالشی نیست که در برابر جامعه ایران از لحاظ ساختارهای آینده سیاسیش قرار گرفته باشه. فدرالیسم در جنبش ما از چند نظر البته مورد بحثه. یکیش این هستش که ساختارهای آینده حکومت چیست، یکیش این بحث هستش که امروز در جنبش داخل ایران این بحث ساختارهای حکومتی چگونه داره چی میره جلو و چاشونه چه مدلی داره میره جلو در سطح اپوزیسیون و در این حال در موازات این یک نظریاتی هست که گویا مسئله تبعیض هم این فدرالیسم یکی از راهکارهای پاسخ به مسئله تبعیضات دینی قومی و در ایران هست. این که من در صحبت‌ها اشاره می‌کنم که در طول تاریخ یکی از بدترین مدل‌های تاریخی برای پاسخ به تبعیضات قومی و دینی اشکال فدرالیسم بوده در 20 سال گذشته جامعه باشه و در نتیجه راهکار مناسبی نخواهد. فدرالیسمی که ما امروز از این صحبت می‌کنیم در یک دوران تاریخی به وجود اومد که در اون چند تا امپایر در حال سقوط کرد یا فرایند سقوط دوران امپراتوری های بزرگ است و در این زمینه
میتونه بزرگترینشون از دل اون سقوط امپراتوری سه تا از کشورهای بزرگ، چهار تا از کشورهای بزرگترین کشورهای فدرالیسم به وجود اومدن، میشه سقوط امپراتوری انگلیس دانست یا مبارزه که در آمریکا در جنگ داخلی از طریق به اصطلاح در مقابل این پدیده، در مقابل این سقوط و از استقلال در حقیقت شکل گرفتن در هندوستان هست که بعد از 1900 در حقیقت 49 بعد از سقوط استعمار انگلیس این پدیده در انگلستان پدید می‌گیرد. در کانادا هست که در حقیقت یه مدل شباهت به آمریکا داره، با این تفاوت که تنها کشوری هستش که از طریق قرار مجلس تشکیل شد. و همینطور استرالیا اتلاعو در اون یک کشور مهم دیگری که فرایند فدرالیسم رو طی کرد یا شکل گرفت کشور آلمان هست، کشورهای مهم که اون تشکل به صلاح دراز مدت از طریق صعود امپراتوری روم مقدس بود، به تدریج از طریق اتحادهای توپنشین ها به وجود اومد. واقعیتش اینه که شما چالشی که اینجا انجام شد یا به فدرالیسم اصلا طرح فدرالیسم انجامید این بود که چگونه دولت های همونطور که میدونیم همه آمریکا بعد از اینه که به نظام فدرال تبدیل بشه دولت های کلونی های مستقلتری بودن که وابسته هستن به انگلستان و این در فرایند جدایی از انگلستان به با هم دیگه شروع میکنن همکاری کردن در حالی که تشکیل یک دولت مرکزی. به این عبارت چون مسئله اصلی تشکیل فدرالیسم و چالش‌هایی که در طی 200 سال گذشته در مقابل تشکیل این مدل دولت هست، ایجاد یک دولت مرکزی است. یعنی به عکس تصور عمومی که فدرالیسم برای تقسیم ساختارهای یک دولت مرکزی شکل گرفته، فدرالیسم هم در آمریکا، هم در کانادا، هم در هند، هم در آلمان چالش اصلیشون ایجاد یک دولت مرکزی قوی است. به همین خاطر هم تمام بحث‌ها و تاریخ جدل‌هایی که در آمریکا بین و ابتدا شروع شد بین جفرسون و همیلتون و کسانی که آشنا هستن به تاریخ آمریکا، این که در چه جدلی این جدلی بتونه این دولت مرکزی ساخته بشه. همیلتون، جفرسون اینا نمایندگی میکردن در حقیقت یک سری مناطق عقب مونده تر کشاورزی آمریکا رو و در نتیجه با به وجود آمدن یک دولت مرکزی قدرتمند مخالفت میکردن و در نتیجه در مقابل اونها بحثای همیلتون اینا هستش و تاریخ فدرالیسم آمریکا هستش که در این رقابت سرسخت برای ایجاد دولت مرکزی قدرتمند آمریکا بحث فدرالیسم شد. بحث مخالفت محدود کردن حوزه عمل دولت‌های محلی، درست عکس جامعه ایران، درست متأسفانه همه چیز رو وارونه نگاه می‌کنه تا چون بیستو الازه تاریخی رو مسائل نگاه نمی‌کنه. تشکیلته و امیدواری که یک نتایج یک جدل تاریخی رو کپی برداری بکنه و این مشکل ما همیشه داریم می‌داریم. از این منظر بدید تا تمام این تاریخ فراینده شکل‌گیری این دولت مرکزی در چندین تصمیم‌گیری اساسی که در حقیقت توسط در جدل‌های جدی در جامعه آمریکا پیش اومدش بین دولت مرکزی برای استقرار خودش با به اصطلاح دولت‌های محلی یا بازماندی سنت‌های قدیمی و کهنه کنفدراسیونیسم آمریکا این دولت شکل گرفت. اولین جدل بر سر ایجاد بانک مرکزی است. در آمریکا گروه‌های به اصطلاح دولت‌های محلی مخالفش بود. بانک مرکزی از طریق دومین این که آیا اصولاً دولت مرکزی در تجارت قوانین تجارت بین ایالت رو باید به اصطلاح نظارت بکنه که معروف شد به کامرس لا
در ضدیت در مقابل دولت‌های محلی اون شکل می‌گیره. در دستور پیکار می‌گه بله. از بحث مهمتری از بحث مهم تصمیمات مهم سوپریم کورت آمریکا این بود که در یک مثلا جدلی در 1919 و بعدا مجددا در جدل دومی در رنگی مربوط به در سوپریم کورت آمریکا داده به آمریکا یه سوال مهمی رو مطرح شد که استیت ها اعلام میکردن یا دولت های محلی اعلام میکردن که اعضای شهروندان آمریکا اساسا از طریق عضویت در شهروندهای شهروندی در دولت های محلی عضو به اصطلاح آمریکا خواهند بود، شهروند آمریکا خواهند بود. این رو به شدت سوپریم کورت آمریکا رد میکنه و اعلام میکنه که اصلا شهروند به اصطلاح آمریکا از منظر از طریق عضویت در یک نهاد یونیون آمریکا، یعنی دولت مرکزی آمریکا به اصطلاح نهاد سیاسی عمومی آمریکا، از اون طریق میتونه عضو یک دولت محلی میشه، نه بحث. و یکی از مهمترین بحثای مهم تاریخ فدرالیسم آمریکا در شکل ساختن، چون بحث اساسی بین این گروه های ما در تو بحثی از مدرنیته مطرح میشه که آیا اعضای یونیون اعضای دولت شهروندن یا عضو نهادهای قدیمی محلی. این بحث کلیدی ترین بحثی است که در مدرنیته مطرح میشه. دوم بحث کلیدی که مطرح میشه اینکه آیا حق حاکمیت با کیست؟ آیا حق حاکمیت دوگانه است، یعنی بین ایالات و دولت مرکزی است، یا اینکه اساساً حق مالکیت در دست بسیار دولت مرکزی است یا نهادهای دولت مرکزی؟ در نتیجه علتی که این مثال رو میزنم برای اینکه به محض اینکه شما وارد بحث فدرالیسم میشین، مدلی رو داره انتخاب میکنید که چگونه در جوامع مدلی رو از لحاظ تاریخی داره بررسی میکنید در مقابل جامعه‌تون قرار دارید که از لحاظ تاریخی موضوعش چه در آمریکا چه در آلمان، موضوعش ایجاد دولت مرکزی است. حالا که موضوع و چالش جامعه ایران درست عکسش است، یعنی ما از یک طرف موضوع و چالش جامعه ایران چگونه میتونه دولت مرکزی حدود و اختیاراتش رو محدودتر بشه و منتقل بشه به یک سری نهادهای دولت‌های محلی. این بنابراین وقتی که ما راجع به فدرالیسم صحبت می‌کنیم دقت بکنید که راجع به چی داره صحبت می‌کنه، چه دارویی داره می‌خواد به جامعه بده. یک دارویی که در نهایت مسئلهش از لحاظ تاریخی مدلی که پیشنهاد میکنه ساختن یک دولت متمرکز، یک دولت مرکزی است در یک جایگاه تاریخی. به همین خاطر یکی از اشتباهات مهمی که در مقابل به صدا در این که تاریخا ما چی مقابله مون هست، اون رو اگر اشتباه بکنیم ما دچار یک خطای بزرگ بخواهیم شد. البته یک مدل فدرالیسم هم بود که از طریق از در اتحاد جماهیر ابتدا بعد از انقلاب در حقیقت روسیه در انقلاب روسیه انجام شد در 1917 که یک شکلی از مدل فدرالیسم رو بر اساس ملیتی و قومیتی تشکیل داد که در حقیقت خودش به نظر من اولی که از اشتباهات بزرگ جنبش چپ تاریخ است، ولی خودش به محض اینکه با اولین چالش‌های داخلی جامعه خودش بعد از 50-60 سال روبرو شد کاملا از هم پاشید، ولی اینکه راه حلی رو که و هیچگاه هم نتونست یک نوع نظام به یک نظام دموکراتیک تبدیل بشه. مشکلی که در نظام‌های فدرال در داخل علتی که این نظام‌های فدرالیسم اصولاً چون مسائلشون ساختن این دولت‌های مرکزی بوده و نه به عکسش، و در چه اقتباسی که بخوام از اینا بکنیم برای تازه بسیار من درستم
غلط هست، هیئت برای جامعه ایران جدا از اینکه من حالا در بحث بعدی اگر وقت بود اشاره خواهم کرد که چالش های اصلی جامعه ما از ساختارهای آینده ایران چی هست، یکی از مسائلی که دقت بکنیم این است که اگه شما نگاه بکنید به تاریخ 150 ساله گذشته و از منظر نگاه صرفاً تبعیض در جامعه به این تبعیض مسئله فدرالیسم نگاه بکنیم، یک واقعیت پیدا کرد که جان سختی ارزش های تبعیضی در کشورهای فدرالیسم به مراتب عمیق‌تر و طولانی‌تر. برای مثال دو تا کشور اصلی رو نگاه کنیم، آمریکا و آلمان، که هر دو بر اساس یه نظام فدرالیسم هستن. از لحاظ تبعیضات در جامعه آمریکا تا 1950 تا 1960 در حقیقت یعنی 50 سال پیش از عمر 200 ساله این فدرالیسم آمریکا 150 سالش یکی از بدترین نظام‌های تبعیضی دنیاست. تمام جریان تبعیض آلمان رو نگاه بکنیم که این ساختار فدرال است و مقایسه بکنیم با حتی با کشورهای مساوی غیر فدرال در اروپا مثل انگلیس و فرانسه، نگاه میکنیم که حتی در آلمان و آمریکا که دو تا نظام فدرال هستن و مقایسه که میکنیم با انگلستان و فرانسه که دو تا نظام غیر فدرال هستن، از منظر تبعیض نمیاد چه خوبی و بدیایی دیگر، از صرفا از منظر تبعیض جانس تبعیضاتی که سیستم هایی بودن که بیشترین مدت عمر طولانی خودشون رو در حفاظت از تبعیض. چرا؟ برای اینکه به محض در ساختارهایی که شروع میکنه به نهادهای محلی و تقریباً جمعاً تأکید داشتن، به خاطر نیروهای عقب مانده تری در ساختار در جامعه در مناطق عقب افتاده، ساختارهای فرهنگ تبعیض جان سخت و بیشتر دارد. خیلی ممنون که به موقع وقتتون رو تموم کردیم. 15 دقیقه. با تشکر از خانم شهره یاسمی مدیر تلویزیون ایران ما و برگزار کننده این جلسه، و با تشکر از این نهاد مهم فرهنگی در واشنگتن و حومه اش که جلسه امروز رو به بحث در رابطه با فدرالیسم اختصاص دادن، و به حضار محترم سلام می کنم. می دونم که یه بخش از شما از راه دور اومدین، یه بخشتون اتمن روزه هستین. اجازه می خواهم که به زبان کردی هم به دوستان خوش آمدگویی بگم، چون تعداد کرد زیاد اینجا هستن و ما در فدرالیسم در واقع به دنبال اینیم. زور بخیر بین و سر شاکنم دزنم که لرگه دورو حتون و بسکش بسکی گریم. اهمیت بحث و گفتگو در این هستش که در جریان بحث اگر بر مبنای احترام باشه، تغییرات عقاید و نظرات ایجاد میشه. مسئله ای که جامعه ما متاسفانه و به ویژه جامعه روشنفکری و سیاسی ما حداقل در طول 30 سال گذشته ازش بی بهره بوده، و اهمیت مسئله اینه که دو سخنران در اینجا می نشینن و در رابطه با یک پدیده سیاسی بگویند. در جهت برنامه‌ای که برای آینده ایران داره ارائه میشه به بحث و گفتگو می نشینن و در این رابطه نظرات خودشون رو ابلاغ می کنن، نظراتشون رو به عنوان یک کالا وارد بازار می کنن و مشتریان که همون شهروندانن با دید باز اونو انتخاب می کنن. معنی سیاسی فدرالیسم در واقع یعنی تقسیم قدرت و ثروت در جامعه ای که چند ملیتی هستش. جوهر فدرالیسم یعنی اتحاد و ائتلاف داوطلبانه ضمن حفظ تفاوت‌ها. به قول تاگور آدم‌ها و انسان‌ها فقط نباید قشنگی و عظمت آدم‌ها در حفظ تفاوت‌هاشونه، و معنی و جوهر اصلی فدرالیسم هم همینه. یعنی ما با حفظ تفاوت‌هایمان اتحادمان و ائتلافمان را پایدار خواهیم کرد. در این شکی وجود نداره که کشور ایران کشور کثیرالملیه‌ای. مگر کسی امروز دیگر خواهد توانست که اینو انکار بکنه؟ مگر میشه اینو انکار کرد که زبان، فرهنگ،
موسیقی، خوراک، پوشاک، نوع اقتصاد کردستان با خوزستان متفاوته. مگر کسی میتونه اینو انکار بکنه که موسیقی آذربایجان با شیراز فرق میکنه؟ درسته همه در چارچوب یک جغرافیا سیاسی قرار گرفته ایم و اینو نمیشه انکار کرد. پاسخ شما برای این تفاوت‌ها، برای این تنوعات در جامعه چی هستش؟ چه برنامه‌ای وجود داره؟ مثل سال 57 همه می‌خوایم بگیم شاه رو نمی‌خوایم، ولی مشخص بود که چی رو نمی‌خوایم، ولی کسی به دنبال این نبود که چی می‌خوایم و باید چی بشه. فدرالیسم جوابی به این معضل سیاسی، اجتماعی و تاریخی در جامعه ما. شما اگر دقت بکنید حداقل در طول 100 سال گذشته تمام پروژه‌های اقتصادی، کلان اقتصادی و عظیم اقتصادی بیرون از مناطق ملیت‌ها در ایران صورت گرفته و در مرکز دایر شده. آدم کاهگداری با خودش فکر می‌کنه همیشه حکام ایرانی در باگراوند خودشون، در پس ذهن خودشون ممکنه مسئله تجزیه ایران رو در پس ذهن خودشون رو داشتن. و این تبعیضیه که مشاهده میشه. خوزستان که کیسه پول ایرانه، مگر کسی میتونه اینو انکار بکنه؟ ولی امروز مردم عرب ما، حتی در متون تاریخی ما، در ادبیات ما به عنوان سوسمارخار از اونها یاد میکنیم و این بده. چجوری میخوای اینو با این اتحاد به اعتراف بکنی؟ چجوری میخوای پایه های این تبعیض تاریخی را فرو بریزی؟ پاسخ شما و راهکار شما به این مسائل و معضلات چیست؟ سیستان و بلوچستان و کردستان و دیگری. اکثریت مواد خام تمام پروژه‌های عظیم اقتصادی از مناطق ملیت‌ها برداشته میشه، ولی خودشون در واقع ازش بی‌بهره‌اند. یه بخش از اون درآمد اونها به اسلحه ها تبدیل شده در طول تاریخ، به گلوله ها تبدیل شده و بر سر همین مردم فرود آورده شده. و این مسببش چی؟ اون جنگ دموکراسی نبوده. این حکومت‌های بی‌لیاقت چون این عمل کردی مرتکب شدند و مرتکب خواهند شد. چرا؟ چون حکومت مرکزی در ایران اصلا به مردم احتیاجی نداره، خزانه‌ش اونجاست، پول نفته، دست میبره، به کسی هم بدهکار نیست. اتفاقا فدرالیسم مسدود کردن بازتولید دیکتاتوری در جامعه ماست. فدرالیسم احترام به تفاوت‌ها و به تنوعات جامعه ماست. برچیدن همون استثمار و استعمار داخلیه. اونایی که در قدرت سیاسی هن از تمام امتیازات کلان جامعه برخوردارن و دیگران هیچی. مگر اینجوری نیست؟ هزاران فاق میشه در این رابطه ارائه داد. مگر میشه سطح زندگی در تهران، در قم و شیراز و اصفهان، با حتی با تبریز، با کرمانشاه، با ارومیه، با سقز، با بلوچستان یکی باشه، با زاهدان و همدان؟ نیست. مسبب این وضعیت چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که در رأس حکومت مرکزی قرار گرفتن و به این پروسه حتی بعد از جمهوری اسلامی ایران اگر بر این مبنا قرار باشه پیش بره ادامه خواهند داد. چیزی که ایران را در برابر متلاشی شدن قرار داده است. اتفاقا فدرالیسم خواستیه با پاسخ به این معضلاته. کسی نمیتونه اینو انکار بکنه که بله، تجزیه ایران یک مسئله بسیار جدیه. مگر تمام جامعه عربی، حتی به پشتیبانی جامعه عربی نمیبینی در رابطه با جزایر سگانه ایران مواضعشون چیه؟ آیا واقعا اینها چشم طمع به جامعه ما دارن یا یک حکومتی که یک حکومت قدرتمند مرکزی وجود داره و خیلی هم بی‌لیاقت است؟ تمام جدایی‌هایی هم که در طول تاریخ در جامعه ایران صورت گرفته اتفاقا بر مبنای بی‌لیاقتی حکومت مرکزی بوده. من فقط یه آمار سال 90 هجری رو در اینجا در رابطه با کردستان ارائه بدم که مطمئنم یه بخش از دوستان اصلا ممکنه شاخ در بیارن در این رابطه. و این آمارم نه از سازمان‌های سیاسی کردستان و انجیوها و سازمان‌های مدنی کردستان، بلکه از مجموعه فعالان حقوق بشر ایران که یک سازمان سراسریه. در طول سال گذشته آنچه که ضبط و ثبت شده است، 700 نفر در کردستان کشته، زخمی و دستگیر شدند.
این منهای اینی که هر روزه مینها جان شهروندان کرد را میگیرن. 100 نفر، حدود 100 نفر از اینا کشته شدن که اکثریت اینا کولبران مرزی هن، به دنبال پیدا کردن یه لقمه نون هن و به اونا شلیک میشه هر روز. بیشتر از 100 نفر از اونا زخمی شدن، یه بخششون فلج شدن و بخش دیگرش هم که همه به اتهام امنیت، اقدام بر علیه امنیت ملی و مسائلی که همه باهاش آشنا هستین به زندان رفتن. این در واقع یک آپارتاید واقعیه که حکومت مرکزی بر جامعه ما مسلط کرده و هر روز به اون ادامه میده. در جامعه ما در ایران نهادهای مدنی مستقلی تا امروز وجود نداشتن که بتونن یه قدرتمندانه در جامعه عمل بکنن. برعکس جوامع اروپایی، نهادهای مدنی همیشه این دولته که به نهادهای مدنی وابسته است، در صورتی که در جامعه ما این نهادهای مدنی هم تا امروز هم به دولت وابستند. بر همین مبنا تمام تغییراتی که صورت گرفته در طول تاریخ وقتی که نگاه میکنی یک بازتولید یک دیکتاتوری خشنتری در جامعه ما بوده و در این شکی وجود نداره. اتفاقا تنوعاتی که در جامعه ما وجود داره اگر با دید بسته با این نگاه بکنیم یک تهدیده، ولی به عنوان یک آدم دموکرات، به عنوان آدمی که به پلورالیسم سیاسی فرهنگی اعتقاد داریم، یه فرصته، یک فرصت و یک کاپیتال عظیم برای جامعه ما، نه یک تهدید. آیا این همه جدایی، این همه آپارتاید، این همه تبعیضی که در طول تاریخ در جامعه ما صورت گرفته و هنوزم ادامه داره به خاطر فدرالیسم و مسئله حقوق بشر و اینکه حکومت‌های دموکراتی بودن یا حکومت‌های متمرکز قدرتمندی بودن که یه عده محدود و یه اقلیت ناچیز در سیستم حکومتی که هم از هم تمام اقوام و ملیت‌های ایرانی هستن و در این شکی وجود نداره خدای تمام ایرانیان شدن و به خدایشون دارن همچنان ادامه میدن. دموکراسی هم به تنهایی نمیتواند معضلات ملی و مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره حل بکنه. در بغل گوش خودمون یه دموکراسی نسبی رو میبینیم، وجود داره. حداقل پلورالیسم و تعدد احزاب در ترکیه از سال 1946 به این ور وجود داره. میبینیم که قدرت از این دست از حزب اسلامگرا به حزب دموکرات، از حزب دموکرات به جمهوری‌خواه انتقال پیدا میکنه، ولی وضعیت کردها و همه آنجا میبینیم که چگونه است. دموکراسی هم پس به تنهایی نمیتواند به این معضل تاریخی در جامعه ما پاسخ بده. تمامیت ارضی ایران برای من شهروند کرد ایرانی زمانی ارزشمنده که در چارچوب اون جغرافیای سیاسی حقوق بشر رعایت بشه، حقوق من کرد رعایت بشه، حقوق عرب رعایت بشه، حقوق ترک آذری رعایت بشه و با دیگر شهروندان، با اونهایی که در سیستم سیاسی قرار گرفتن برابر باشه. مگه کسی میتونه با این مخالفت بکنه؟ خواست ما برای فدرالیسم وقتی که به نامه های دکتر عبدالرحمن قاسملو نگاه بکنی که به خمینی فرستاده در اوایل انقلاب، همیشه پافشاری میکنه که بهترین راهکار برای برون رفت جامعه ایران از تمام بحران فراگیر فدرالیسمه. در مذاکراتش در تیر ماه 1968 بازم پافشاری میکنه، در آخرین مصاحبهش با حجیر تیموریان در بی بی سی بازم پافشاری میکنه. و امروز فقط کردها یا ملیت‌ها نیستن که خواستار فدرال، خوشبختانه احزاب سراسری تاثیرگذارم هستن، کنشگران سیاسی بسیاری در سطح سراسری هستن، فهمیدن که جامعه ما دچار یک بحران تاریخیه و برای پاسخ به این بحران فدرالیسم یکی از راهکارهاست. من نمی‌فهمم شما چگونه می‌توانید به برابری زن و مرد اعتقاد داشته باشید، به پلورالیسم و تعدد احزاب اعتقاد داشته باشی ولی با فدرالیسم مخالفت ببستی، با تقسیم قدرت و ثروت در جامعه ایران مخالفت ببستی. به نظر من مخالفت با فدرالیسم یعنی مخالفت با تنوعات در جامعه ما، یعنی ادامه سرکوب اون تنوعات. ایرانیان این که میگن هنر نزد ایرانیان و نست و بس
وقتی که بررسی میکنیم واقعا اینجوری نیست. ما از لحاظ نقاشی، از لحاظ معماری و ریاضیات و خیلی چیزهای دیگه سهم چندانی حداقل در علم امروز نداریم. ولی هنر ایرانیان در اداره کشور جدا از تاریخ حکومت‌های مرکزی خیلی نمایانه. مسئله انجمن‌های ایالتی ولایتی مگر در قانون مشروطه که یکی از برگه‌های افتخار تاریخ تمام ایرانیان محسوب میشه وجود نداره؟ شما بیه حدود 400 سال پیش وقتی که شاه عباس صفوی عده بسیار زیادی از کردها را به خراسان انتقال میده، اینا حدود 300 سال صلاحیت های منطقه‌ای داشتن، حکومت خودشون رو خودشون اداره میکردن. وقتی که به روند تاریخی ایران هم نگاه میکنید این مسئله وجود داره. من از نظر اخلاقی باید به نظرات ملیت‌های ایرانی احترام گذاشته بشه که اونها چه نوع حکومتی میخوان. از نظر دموکراتیک همان گونه که گفتم برای مسدود کردن بازتولید دیکتاتوری در جامعه ما یک حکومت مرکزی داریم که همه در اداره اون و در ایجاد و تشکیل اون سهیم هستن و همه در مناطق خودشون حکومت معدی و پارلمانی هم خواهند داشت. از لحاظ گسترش جغرافیایی جامعه ما نیازمند فدرالیسم، نیازمند تقسیم قدرته. اتفاقا از لحاظ تاریخی وقتی که آمریکا رو نگاه میکنی، آمریکا از کنفدرالیسم به طرف فدرالیسم میاد. سوئیس به خاطر تهدید خارجی اومد به فدرالیسم رو پیاده کرد در جامعه خودش. بلژیک و اسپانیا برعکس اونها برای مسدود کردن تجزیه و پارچه پارچه شدن کشورشون و تکه پاره شدن کشورهاشون اومدن فدرالیسم رو جایگزین کردن و خیلی موفق هستش. و از نظر اقتصادی هم الزاماً عدالت اجتماعی و دموکراسی بدون عدالت اقتصادی به هیچ جایی نخواهد رسید. کسی هم نمیتونه تنوعات همه جانبه ادیان و مذاهب و قومی و ملی و در جامعه ما انکار بکنه. مگر میشه اینو انکار کرد؟ چیزی که حکومت مرکزی به عنوان تهدید بهش نگاه میکنه. ولی کسی مگه میتونه از کارنامه حکومت‌های مرکزی دفاع بکنه؟ بدون شک نه. مرسی. شما از ظلم ها گفتین، کاش که وقت بیشتر بود یه کمی از دفاع میکردید از فدرالیسم که چرا فدرالیسم خوب هست، کاش که یه وقت بود توضیحات بیشتری میدادید. به هر صورت آقای تقوایی شما 5 دقیقه وقت دارید روز صحبت های آقای رشیدی صحبت کنید، بعد شما 5 دقیقه وقت دارید که روز صحبت هایش. فکر کنم دوستانی که در اینجا هستن با چون بحث های تبعیض پیش اومد با جنبش ضد تبعیض در آمریکا حداقل آشنایی کامل دارن یا میشناسن. مهمترین بحث مبارزه با تبعیض که انسان در این هست، در این نقطه ساده است که فرد خارج از تعلقات مذهبی، قومی، قبیله ای، طایفه ای، شهری در قانون و در برابر قانون داره و چشم قانون و حاکمیت به تعلقات فرهنگی و مذهبی و نژادی بسته از کوره. تبعیض در جامعه آمریکا حداقل و در دنیا همیشه با یک ایشو، یک موضوع شروع میشه، اینکه انسان نه عنوان یک فرد بلکه عنوان یک گروه ویژه در مقابل بقیه قرار میگیره. برای همین هم راه حل دموکراتیکی که ارائه میدن این نگاه های تبعیضی در بهترین حالت اون شعار معروف آمریکاست، سپرت با ایکول، گروه ها جدایی و برابر. اون شعار معروف جدایی برابری چی؟ گروه های مختلف قومی، نژادی، مذهبی.
مبارزه با تبعیض حداقل در ساختارهای مدرن و در مدرنیته اینکه انسان قانون و نهادهای سیاسی از عضوی برابری داشته باشند در برابر شهروند، یکی نگاه کنند به شهروند، نه اینکه شهروند رو از منظر تعلقات قومی و دینیش نگاه کنند. من و خانواده من بسیار بسیار به خاطر عضویت در یک مقلیت‌های دینی به خاطر همین موضوع دردها و رنجهای زیادی خانواده من بوده و من خیلی متعجبم که کسانی که خودشون به اصطلاح بهشون تبعیض داره وارد میشه با نگاه تبعیضگرانه میخوان با تبعیض مبارزه کنن. وقتی شما اعلام میکنین که جامعه شهروندی ایران و نهادهای سیاسی ایران و نهادهای حقوقی ایران و نهادها و ساختارهای دولتی ایران بر اساس مذهب، قومیت، بنا بشه، شما چه چیزی متفاوت از دولت کنونی ایران عرضه داره میکنید؟ مگه شما کم جامعه دولت کنونی ایران مردمشون رو حتی استخدامو بر اساس تعلقات مذهبی و دینی ایران داره؟ این که ما بیاییم بگیم مرتبا که ساختارهای دولتی رو ما میخوایم در ایران برگزار کنیم که فعلا فقط در مرکز نباشه، در تمام مناطق ایران هم باشه و عضویت در این ساختارهای سیاسی مبناهای دینی و قومی و نژادی و فرهنگی داشته باشه، این عین تبعیض است. جامعه با جدا سپریتد و ایکوال نمیره جلو. مردم باید تصمیم بگیرن در زندگی، همه ما باید تصمیم بگیریم چه جامعه رو میخواییم که بچه ها رو توی زندگی کنن. جامعه میخواییم که خطکشی های شهری، محلی و استانیش بر اساس قومیت و مذهب باشه. یعنی نگاه بکنیم ببینیم در منطقه بندرعباس مثلا قش، حکومت قش، محلی قش فقط باید شیعه سنی باشه، حکومت محلی یا دولت محلی هرمز باید فقط شیعه باشه. آیا این حکومت رو شما میخواهید که مناطق ایران رو بر اساس مذهبیشون و ساختارهای سیاسیشون رو بر اساس مذهبی میکنه توضیح بدیم، یا فلان منطقه در فلان کوچه فقط عربا زندگی کنن، در کوچه غیر عربا؟ این رو ما میخواهیم. یا ما جامعه میخواهیم که هر فردی در هر نقطه ایران که زندگی میکنه دارای یک حقوق باشه. دو، تمام سرزمین های ایران متعلق به شهروندان ایران باشه، نه تقسیمات مذهبی، نه اینکه سرزمین ایران سرزمین مسلمانان است یا شیعان است یا کردهاست یا آذربایجانی است. همچین چیزی در با مدرنیته و دموکراسی و جریان ضد تبعیض خانایی نداره، اینا عین تبعیضه. بنابراین اگر بر اساس اصول مدرنیته ما صحبت میکنیم، از اساس برابری افراد در قانون و در برابر قانون داره صحبت میکنیم، در آن صورت این نوع نگاه به مسئله اصلا ساختارهای دولتی چه فدرالی چه غیر فدرالی یک نگاه تبعیض‌گرایانه در جامعه ما هست. مرسی. ایشون یک دقیقه بیشتر صحبت کردن، شما شش دقیقه وقت دارید که به صحبت هایشون جواب ببینید. آقای تقوایی، شما بازم تنوعات داخلی جامعه ایران رو نادیده میگیرید. شما در بحث تنوعات میایید فقط به مذهبش میچسبید. من یه فرد سکولارم، به مذهبیام احترام میذارم، در فردای ایران مذهبیام حق دارن حزب خودشون رو داشته باشن، وارد کارزار سیاسی هم بشن، انتخابات رو بردن، من براشون کف میزنم، احترامم براشون قائلم. این نگاه اشکالش در این چند روز یه نگاه ایدئولوژیکی نسبت به مسائل و اتفاقاً بحث ما بر مبنای رعایت حقوق بشره. آیا شما اینو میپذیرید که حقوق بشر طبق مفاد حقوق بشر سازمان ملل متحد چه کسی فکر نمی کنم، نه جناب عالی، نه بنده، نه کسی بتونه با این مخالف باشه. این برای ملیت‌های ایرانی طبق معیارهای بین‌المللی، طبق معیار حق و حقوق اقلیت‌ها در هر جامعه‌ای، اینها حق تعیین سرنوشت دارن، تعیین سرنوشت داخلی و بیرونی.
بیرونیشون اینه که ما باید به رسمیت بشناسیم. اگر بلوچستان میخواد جدا بشه اینو به رفراندوم میذاره. وقتی که مردم بلوچ تصمیم گرفتن ما باید بهش احترام بذاریم، ولی توضیح میدیم ما موافق این جدایی نیستیم. به نفع شماست و به نفع ماست که ما یک اتحاد داوطلبانه و اختیاری برای قدرتمند کردن ایران و کل منطقه ایجاد بکنیم. اینو به رسمیت میشناسیم یا به رسمیت نمیشناسیم. و حق تعیین سرنوشت داخلیش هم دقیقاً اینه، انتخاب کرده. حالا مثلا اگر کردستان از داخل احزاب ریشه دارش اکثریت کنشگران سیاسی فرهنگیش بر مسئله فدرالیسم توافق نظر دارن، گروه هایی هم هستن که ولی صدای مسلط نیستن، در کردستان هم که به دنبال استقلالن و میگن اصلا کار با ایرانی ها مشکل، ما به جایی نخواهیم رسید، اونها دوباره بعد از جمهوری اسلامی ما را قلب و قهم خواهند کرد، از همین حالا به دنبال جدایی خودمون باشیم. ولی ما فکر میکنیم ایرانی متحد، مستقل و قدرتمند به نفع همه ماست و انتخاب ما اتحادیه که ما خواستارشیم. این دیدگاه باستولید همانی هست که بوده. من اصرار ندارم که حتما باید فدرالیسم باشه. شما توجه بکنید اسکاتلند که پایتختش ادینبورگه و جزو انگلستان، جزو بریتانیا کبیره، فدرالیسم که نیست، ولی بانک اسکاتلند حق چاپ پول داره. کدام یک از استیت های آمریکا این حقو دارن؟ حکومت فرانسه حکومت فدرالی نیست بر مبنای فدرالیسم، یک حکومت غیر متمرکزه. اتفاقا در سالهای اخیر کل جامعه اروپا، شما بیاید لهستان رو در نظر بگیرید، خود فرانسه رو در نظر بگیرید، هلند رو در نظر بگیرید، بیشتر به سمت حکومت‌های غیر متمرکز دارن گام برمی‌دارن و این پاسخ به مشکلات و معضلاتی که وجود داره. این مشکلات و این معضلات در جامعه ما محسوسه. همه نگران اینن که ایران تجزیه بشه، ولی سرکوب پاسخ به این نگرانی ها نیست. ادامه سرکوب یا اینکه یک حکومت قدرتمند، بله ما میخواییم در اداره حکومت مرکزی، در تشکیل حکومت مرکزی نقش داشته باشیم، سهم داشته باشیم و مناطق ملی خودمانم خودمون اداره بکنیم. مگر این با اصول بنیادی حقوق بشر، با پدیده های حقوق بشری مدرنیته و حتی پس از مدرنیته اگر واردش بشیم اشکال ایجاد میکنه، در تناقض قرار میگیره. اگر دیدگاه بسته و ایدئولوژیکی باشه بله، بله همه، یعنی چپ هم همیشه اینو میگفت، چپ رادیکال، همه آدمیم و همه انسانی. حتی از به کمونیسم کارگری حق جدایی تا سرحد جدایی رو به رسمیت شناخته، ولی کسی اینو جدی نمیگیره، چون ما تجربه جامعه سوسیالیستی رو داریم دیگه. در اتحاد جماهیر شوروی هی سرکوب میکردن، هی انکار میکردن، ولی بعد از دهه 90 دیدیم که این کشورها چگونه استقلال خودشونو به دست آوردن. تو پارلمان آذربایجان بغل گوش ما پروژه داده میشه که بابا ما از آذربایجان شمالی و جنوبی صحبت بکنیم، مثل کره شمالی و کره جنوبی، ولی نگاه ما اصلا 90% جوکای ما در رابطه با آذری هاست، در رابطه با ترکای ایران است. مگه اینجوری نیست؟ خب این تأخیره، این تبعیض، این آپارتایده، تا کی باید ادامه پیدا بکنه؟ حتی رئیس جمهور اصلاح طلب هم که آقای خاتمی بارای 20 میلیونی داشت، تو یوتیوب وجود داره که چگونه تحقیر میکنه و جوک میگه در مورد ترکای ایران. اینا پاسخ به اینها به نظر من دقیقاً در شرایط کنونی فدرالیسم. فدرالیسم همان گونه که گفتم، یعنی تقسیم قدرت و ثروت. به ویژه حکومت مرکزی چندان گوش شنوایی نسبت به تنوعات، نسبت به جامعه نداره، چون متکی به نفته، از خزانه داره بیرون میکشه. شهروندان ایرانی که مالیات نمیدن تا مثل آمریکا یا کشورهای دیگه. امروز شما در کشوری زندگی میکنید که جزو قدرتمندترین کشورهای جهان محسوب میشه، از لحاظ علمی، از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی. فدرالیسم کانادا هم بغل گوشش. خب خیلی بحث گرم شده. من فکر میکنم به جای دو تا سوالی که میخواستم مطرح بکنم، بگذارم که دو تا سخنران 5 دقیقه آخر رو به اون چی که میخوان بپردازن و فرصت نداشتن
بپردازن. بنابراین دو تا پنج دقیقه فقط وقت هست برای دو تا سخنران، فقط 15 دقیقه تنفس داریم، بعد بخش سوال جواب هست. فکر کنم یکی از بهترین بخش‌های سخنرانی های کنم. اگر این سوال از خودمون بکنیم همین الان، همه تو ذهنمون این سوال بکنیم که آیا سرنوشت سه جزیره ایران که مورد چالش هست، حق سرنوشت، تعیین سرنوشت این زمان کی هستش؟ ساکنان بشم و کرمان سه جزیره ابو موسا، یا خواهیان حق تعیین سرنوشت این متعلق به تصمیم مردم ایران؟ این تصمیم نگاه، این که چه جوابی بدیم، یعنی این چه گونه جوابی بدیم به این سجرسی یا هر نقطه ایران تعیین میکنیم؟ اصولا ما در چارچوب یک مدرنیته داره حرف میزنیم یا در قبل بوزن یا شوزن. در اصل مدرنیته، اصل اولش مالکیت شهروند است. یعنی به محض اینکه شما وارد اصل مدرنیته میشین، مالکیت شهروندی یعنی انسان بر شهروند مالک همه سرزمین های ایران هست و هر شهروندی میتونه مدعی بشه که مالک همه شهرونده و تصمیم درباره تمام سرنوشت اجزای این مالکیت به عهده شهروندان اونجا هستش که بر اساس یک فرد یک رأی تعیین خواهد شد، نه بر اساس ارزش ها و گروه بندی های قومی یا قبیله‌ای یا مذهبی یا طایفه‌ای یا نمیدونم به خاطر پادشاهی و غیره. اگر این اصول رو نپذیریم، نمیتونید شما با حقوق شهروندی در ایران رو ترویج بکنید، جا بندازید، تبعیض رو از بین ببرید. من عنوان یک فرد اقلیت مذهبی، حداقل خانواده هم با اینکه خودم بچه ندارم، برابری رو ما میخوایم، مساوی بودن و حق ویژه رو ما نمیخوایم در جامعه. ما نمیخوایم که در فلان منطقه جامعه به ما حق ویژه داده بشه که ما سرنوشت فلان شهر رو تعیین کنیم. ما اینو نمیخوایم. ما میخوایم همه شهروند تصمیمات عمومی جامعه رو هر عنوان یک فرد شریک بشه. و این یکی از اختلافات ما. اما تمام سیستم های دموکراتیک دنیا در یک تقسیم بندی قرار گرفتن بین دولت مرکزی و دولت محلی. فدرالیسم، سوئد که فدرال نیست، این تقسیم بندی توش هست از دو سوئد، سوئد غیر فدرال. بنابراین بحث بر فدرالیسم یک نوع دیگه متفاوت از سوئد است. از قضا به محض اینکه شما وارد یه سیستم غیر فدرالی مثل سوئد میشین، از همه لحاظ موقعیت به مراتب بهتری شهروندان در تصمیم گیری ها دارن. از سیستم فدرال هم نیست، در اون نیست، سیستمیست که در جامعه ایران از ازا داره تجربه میشه، سیستمیست که حتی مشروطیتی که اشاره میکنیم در چارچوب اون سیستم، نه چارچوب فدرالیسم کهنه، چون جامعه مشروطیت از یک جامعه مونوتوپ توایفی داشت در میامد، دومان انجمنهای ایالتی ولایتی بود که در تکامل خودش، همون بود که در صورت هست، در تکامل خودش بگه نظام مستقل قدرتمند به صلاح انجمنهای محلی که تبدیل شدن به شهرداری های محلی. حالا چرا این اهمیت داره و چرا مهم بهتر از نظام های فدرال است؟ اول هیچ به قدر کاست. شما در نظام های فدرال سه لایه از نظام دولت رو دارید، در سوئد دو لایه از حرکت دولت، یعنی دولت مرکزی و دولت محلی. دوم این که بیشتر با فرایند های توسعه مدرن میخونه، برای که جامعه مدرن داره وارد به وجود اومدن کلان شهرها میشه و اکثریت جمعیت در اونجا متمرکز هم مثل قرن 18 نیست. در نتیجه نهادهای مدیریتی که در سطح شهرهای کلان شکل میگیره نقش بزرگی رو میتونن در جامعه بازی کنن در و آینده مملکت. خب در دوران کنونی در ایران این بحث در قالب بحث چجوری شوراها و افزایش اختیارات اونها داره پیش میره که یه بحث مهم فنی در داخل ایران هستش که اگر راه ما داشته باشیم برای که یه قدم دیگه این کنترل به صلاح بزرگ و محدود رو کنیم، پیش
پشتیبانی کردن از این حرکت که در جامعه ایران در زمینه ساختارهای و شوراهای محلی داره، شوراهای شهری داره شد. پس بر سر سوئد بود. البته من خودم هم عضو حزب سوسیال دموکرات سوئد بودم و شهروند سوئدی هم هستم، یعنی با سیستم جامعه سوئدی که دولتش بر مبنای رفاه و ایناست، ولی اینم نادیده نگیریم که خود قطبی نشینان یا اونایی که در شمال سوئدن یه خودمختاری دارن، حتی گاهگداری تهدید میکنن که مناطق خودشون رو جدا میکنن، ولی عظمت برخورد دولت سوئد یا پارلمان سوئدی اینه که میگه شما حق تعیین سرنوشت دارید، ولی به نفعتونه که با سوئد بمونید، از امکانات و از امکانات سراسری این کشور استفاده بکنید. خب وقتی که اشاره میکنیم باید به اینم مد نظر داشته باشیم. این ایده و این نگرش شما وقتی که نگاه میکنید، من یادمه، من مثلا 57م، یعنی مثلا 6-7 ساله بودیم، در تمام بر در و دیوار کردستان می دیدیم که نوشته میشد مسئله ملی در اسلام چیز بدیست. امام خمینی حتما دوستان دیدن، در مناطق دیگر ایران هم دیدن. نگرش وقتی که امت اسلامیه، فرد در اون ایدئولوژی، در اون فلسفه، در اون نگرش اصلا جایگاهی نداره. شما امت اسلامی هستی و حتی حکومت اسلامی در جامعه ما بر همین مبنا شکل گرفته، در ایدئولوژی چپ رادیکال. گفتم که محکوم نشم بعدن چون خودم سوسیال دموکراتم. یعنی نوع نگاه این چپم به تنوعات، به حقوق فردی، به حقوق شهروندی همونیه که هست. میگه همه برابریم، همه برادریم. و وقتی که انتقاد میکنی، فاکت‌های تاریخی ارائه میدی، میگه بابا این که سوسیالیسم نبود، این سرمایه‌داری دولتی بود در روسیه. کوبا چه سوسیالیستی نیست، ونزوئلا هم نیست. اتفاقا اگه دقت میکنید رئیس این کشورهای سوسیالیستی بهترین همپیمانان جمهوری اسلامی هم هستن. آقای کاسترو تنها کشوری که میره سر میزنه و در آغوش میکشه آقای خامنه ای در تهران و دیدین اینو. اینا فاکت نمیشه انکار کرد. شما اگر یک فاکت دیگر تاریخی در این زمینه بیارم، آلمان رو در نظر بگیرید، برلین دیوار، اون ور دیوار آلمان شرقی، اون ور دیوار آلمان غربی. من هم میفهمم این، ولی اتفاقا اهمیت دادن به این تنوعات و این تعریف. من کردم، خصوصیات خودمو دارم، زبان خودمو دارم، موسیقی خودمو دارم، پوشش خودمو دارم، غذاهای متنوع و جدا از غذاهایی که در تهران پخته میشه دارم، اقتصادم با اونجا فرق میکنه. خب این مشخصات منه، مگه میشه اینو انکار کرد؟ به خاطر اینکه بگی نه بر مبنای مدرنیته مثلا ما تعریف اینه که مثلا فرد باید انتخاب بکنه، دیگه گروه یا جامعه در این زمینه نقشی نمیتونه ایفا بکنه. اونهایی که اونور دیوار بودن در آلمان غربی همه پویا، خلاق، آزاد، اونهایی که اونور دیوار بودن چون سیستم ایدئولوژیکی بود و نگاه ایدئولوژیکی بود و این ایدئولوژی پراکتیزه می شد، همه افسرده بودن، خودکشی بالا بود، تنوعی وجود نداشت، خلاقیتی وجود نداشت، یک ملت بودن، کالچرشون، فرهنگشون، تمدنشون، همه چیزشون یکی بود. در جامعه ایران هم امروز همینه. اتفاقا حکومت آینده ایران برعکس نظرات آقای تقوایی، ضمن احترام برای ایشون، باید این تنوعات رو به رسمیت بشناسه. حتی دولت آینده باید از ملیت‌ها و بیش مثلا از کردستان عذرخواهی بکنه به خاطر این جنوسایدی که در رابطه با کردستان پیش برده. مگه میشه اینو انکار کرد؟ همه زجر دیدن، همه زیر ستمن، ولی در این شکی وجود نداره که یک عده بیشتر زیر ستمن. همینی که برای با جلوگیری و مسدود کردن بازتولید این سیستم، یادمون نره ساواک تو زندان‌ها شکنجه میکرد، جمهوری اسلامی ایران شکنجه آورده در خیابان‌ها، در ملعه‌ها، جلوسقیل‌ها اینجا میبینید تو خیابان‌ها،
اینها ابزار خدمتگذاری و پیشرفت و سازندگی هستند. در ایران ابزار اعدام هستند. مگر نمیبینیم برای برون رفت از این سیستم، از این آپارتاید، در نظامی که دختر 9 ساله را شوهر میده رسمن، شما چگونه میتوانید از اون گذار کنید و به یک حکومت دموکراتیک دست بیابید؟ با تقسیم قدرت و با احترام به تفاوت‌ها و تنوعاتی چه وجود داره؟ متشکرم. یک لیست بلند بالا داریم از کسانی که میخوان سوال بکنن. من تمام سعیم رو میکنم که این امکان فراهم بشه همه سوالاشون رو بکنن، ولی میدونید هم تعداد زیاده، هم به هر صورت سخنران ها هم باید جوابگو باشن. بنابراین کسانی که قدیمی هستن در کانون میدونن که هر کسی که سوال میکنه یا نظر میده لازم نیست حالا حتما سوال باشه، یا هم میشه نظر باشه هم سوال. سر 10 دقیقه، من ببخشید سر 3 دقیقه، من با کمال شرمندگی قطعتون میکنم. خواهش میکنم که بیشتر از 3 دقیقه پشت میکروفون به صدا از وقتتون بیشتر استفاده نکنید. من اسم 3 نفر رو میبرم، آماده باشن. به ترتیب آقای جلیل آزادی خواه، اگر اسمها رو اشتباه میگم من رو ببخشید. بروا صفدری، بفرم. اگه آماده باشین نزدیک باشین که دیگه وقت نگرفته شه. و آقای عباس سیدیان نفر سوم. بفرمایید. 3 دقیقه. با سلام خدمت دوستان و تشکر از مقامان محترم. من بیشتر نظر روی سخنان آقای تقوایی است. ایشون یه تبارشناسی تاریخی رو از فدرالیزم اینجا آره دادن که ای کاش میشد این بحث رو یه خورده بیشتر بگیره و از نظر تئوری مورد رو مورد بررسی قرار داد. ولی اگر بشه اسمشو گذار سوال، چون من بیشتر ملاحظات روی سخنان ایشون دارم. ایشون خیلی از جهان مدرن، انسان مدرن و حقوق انسان های مادر صحبت کرد. بعد نیست من از کانت یه فاکتی بیارم که میگه آزادی و دموکراسی تنها به خاطر انسان است. یعنی همه ما میدونیم که مفاهیمی چون آزادی، دموکراسی، جامعه مدرن با عصر مدرن تولید میشه. وقتی سخن از آزادی و از دموکراسی، نقطه سکر این آزادی و دموکراسی انسان است. یعنی همه چی برای انسان، و به قول خود کانت همه چی یه جوری قیمت داره ولی انسان ارزش داره. انسانی رو که کانت مطرح میکنه یک انسانی مجرد ابسترکت نیست که ایشان رو از کلیه رابطه های تاریخی و کلیه تاریخ خودش جدا بکنه. یعنی انسانی که مطرح میشه در این ساحت انسانی است که در طول تاریخ شکل گرفته، زبانش، فرهنگش، نحوه نگرش، حقوق انسانی، حقوق طبیعی و حقوق شهروندیش در این چارچوب قرار میگیره. حالا سوال اینه، وقتی که آقای تقایی میگه حق تعیین سرنوشت فقط در ساحت جمعی مطرح میشه و این جمع هست که باید در مورد سرنوشت دیگران نظر بدهد، حقوق فردی چی میشه؟ آزادی و دموکراسی و برابری برای انسان یا همون اومانیستی که با جهان مدرن مطرح میشه چی میشه؟ این فرد کجا حقوق فردی خودش رو میتونه به دست بیاره؟ کجا میتونه از آزادی و دموکراسی و برابری صحبت بکنه که شکل تاریخیش یک انسان کرد است، یک انسان فارس است، یک انسان عرب است؟ این یه نکته. نکته دوم، ایشون خیلی تأکید داشتن روی مذهب. در صورتی که همه ما میدونیم کسی که از مدرنیته صحبت میکنه شرط شما تموم شد آقای یاسدی، 3 دقیقتون تموم شد، معذرت میخوام. وسط حرفشون نخواستم بیام ولی میبینم. باش 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 باش، ثانیه ندارم اگه ساعتتون رو به من قرض بدید. من هم بیشتر میخوام این ملاحظات رو ارائه بدم.
ایشون بحث رو تبعیض میکرد. ببینم این من احساس کردم داره انکار میکنه. حرفای خود ایشون یه جنبه بارزی از تبعیض بود. ایشون داشت با هم همه تبعیضاتی رو که در ایران به علیه آذری، کرد و بقیه ملیت ها بود رد میکرد. یه بار من تو حرفاش نشیدم ایشون بگه ملت، عشیره، طایفه، قوم. میشه بگید قوم چیه؟ عشیره چیه؟ این آقایانی که اینجا هستن همش میگه ما ملتیم. تا موقعی که شما ملت رو قبول نداشته باشید تبعیض تو وجودتون هست. بعدش هم بس مدمیزه کردید. من هیچ مدمیزی رو حرفای شما ندیدم. ما ملت رو شما توضیح ندادید، بیشتر بحث مذهبی بود و هیچ وقت هم نگفتید که چرا واقعا مخالف فدرالیسم هست. یعنی اصل شناسی نکردید. ممنون. خیلی ممنون وقتتون. هر شب بودید که قبل از اینکه من اصلا شروع کنم به صحبت کردن اول باید یه سنگ رو سینه خودم بردارم و اونم در ارتباط با هموطنان کردمونی که امشب اومدن اینجا. عرشبه تا صحبت شد راجع به شیعه و سنی بکفایر کرد و شما اعتراض کردید، ولی من میخوام بگم اگر لغت جامعه ما رو به کار میبریم خب میگه شیعه و سنی یا قالبی توی این مقوله نباید بگنجه که باعث بشه که شما فقط زمانی که مثلا اگر هر دو این آقایون ملا باشن ملای شیعه رو به خاطرش نیومدین، به خاطر ملای سنی اومدین، یا کسی که فقط به فقط راجع به کردستان میگه درصد که من وظیفتو میدونم که خودتون رو به بقیه ایرانی ها بشناسونید. ما زبانتون رو نمیدونیم، ما فرهنگتون رو نمیدونیم، یه دو تا موسیقی رو فقط گوش کردیم میگیم کردی. ما باید با هم باشیم تا هم دیگر رو بشناسیم. بعدش هر شبه که در مورد آمریکا صحبت شد، از یکی از سیاستمداران نامبروه اینجا نقل میکنم که میگه We are dreaming in a Jefferson country but living in a Hamilton country. Hamilton country که همیلتون، الکساندر همیلتون اولین رئیس خزانه‌داری آمریکا، کسی بوده که فدرالیست پارتی رو این کشور رو انداخت با جان ادمز که بعدها با جفرسون دشمن خونی هم دیگه بودن. میرم جلو و با ارشد بزرگ تاماس پین و اینا مسئله پیدا میکنم رو فدرالیست. مسئله در اینه که همه میگه دیوال از این دیته. شما اصلا هیچ نوع قناعی صحبتتون نداشت که ما چجوری میتونیم تفکر دولت مرکزی یعنی سنترال و تبدیل و تجزیه است به این که از خودش بکنه قدرت رو هی بده به دولت های سی ثانیه دیگه چجوری میتونیم جلو ببریم. و این خیلی مقوله بزرگیه. من دیگه دوست دارم خیلی صحبت کنم ولی دیگه نمیدونم. ممنون ازتون. خب سه نفر سوال کردن، یک سوال کتبی. یه سوال داشتم، من بیرون بودم از حال وقت اسم خودم نمیستم باید اگر وقت بشه بفرمایید من می نویسم. اسمشون؟ عثمان فاله. آقای عثمان فاله. من می نویسم اگر وقت بشه. فقط یک سوال کتبی، تنها سوال کتبی هست که به دست من رسیده، نمیدونم اسمم نداره. من سوال این شخص هم میخونم. میگن سوال کلیدی این است که آیا فدرالیسم منطقه ای باید باشد مثل آمریکا یا فدرالیسم ملیت ها؟ اگر بتوانید فدرالیسم مورد نظر را یک مقدار بیشتر باز کنیم بکنید ممنون میشوم. مرسی. هر کدوم از آقایون 4 دقیقه وقت دارن صحبت کنن، چون ایشون اول سخنرانی رو شروع کردن. شما بفرمایید. 4 دقیقه فقط. سوال خاصی نبود. من تنها چیزی که میخواستم در مورد این دوستمون متشکرم، ولی همیشه ما میشنویم و شنیدیم و خواهیم شنید که کرد ایرانی و اصل نژاد اصیل ایرانی مرزداران غیوره. پس میشه بگیم اینا همش کلاهبرداری بوده برای فریب ما دیگه. یعنی وقتی که در تمام ادبیات در رسانه ها همه جا و همیشه اینو میگن، من متاسفم با توجه به این همه مبارزه و خونی که کردستان برای آزادی، دموکراسی و یک حکومت مبتنی بر حقوق بشر داده، هنوز کردها شناخته شده نیستن و این به نظر من معضل از هموطنان بخشهای دیگر ایران زمینه، نه از کردستان. ما به خروارها کتاب به زبان فارسی ایده های خودمون، خواسته های خودمون رو در حداقل در طول سی سال گذشته فرموله کردیم. ما را باور کنید. عینک هایی که جمهوری اسلامی ایران تبلیغات دروغینش باعث شده که اینا یه مش آدمخوار تجزیه طلبن، این چنین نیست.
به اعتراف خیلی ها بعد از دکتر مصدق، دکتر عبدالرحمن قاسملو یکی از قدرتمندترین و محبوبترین افراد ایرانی که میتونست جامعه ایران و از بحران این حکومت گذارو به عهده بگیره. و اینو ما نمیگیم، شهروندان سراسری میگن. اینو ما نمیگیم، یک روزنامه نگار بین المللی چون رؤیا حکاکیان میگه که در رمان تازش که رفته در رابطه با قتل رهبران کرد تحقیق کرده چند سالی، به اتفاقا با یک کردم مصاحبه نکرده، میگه من به این نتیجه رسیدم این تنها فردی بود که میتونست اپوزیسیون رو متحد بکنه و میتونست رهبری جامعه ایران رو به عهده بگیره. ولی هنوز کردها متهم میشن که تجزیه طلبن، چه فلانن، چه بسارن. این به نظر من اشکال کمتر از ماست. ما هی داد میزنیم. یادمون نره حتی کردستان بس بسر فدرالیزم، من نمیخوام حاشیه برم، بس بس ما افتخارمون اینه که در رفراندوم 12 فروردین سال 50 شرکت نکردیم، بایکوت کردیم. چرا؟ چون میگفتیم در جعبه جادوی جمهوری اسلامی نمیدانیم چی نهفته است و ما تشخیصمون درست بود. در رابطه با مسئله قوم و ملت هم من میخوام، من خیلی وقت اینو در رابطه با خودم حل کردم، اگر قومیم همه قومیم، اگر ملتیم همه ملتیم. نمیشه بحرین مثلا تا با ایران اینا اقوام ایرانی. چرا؟ چون وقتی که پافشاری میشه که شما قومی، مثلا اگر به فرهنگ کت خدا مراجعه بکنید، به فرهنگ معین مراجعه بکنید، قوم و خیشه دیگه، فامیله. و پافشاری دوستان سراسری هم بر اینه که ما فکر میکنیم اینا میخوان حقوق دموکراتیک ما را تحلیل بدن در ایران آینده. من راحت، اگر قومیم همه قومیم، اگرم ملتیم همه ملتیم، اصراری نمیگه. نمیشه 5 میلیون آذری اون ور مرز بهش بگیم ملت شریف آذربایجان رو به رسمیت بشناسی، ولی 20 میلیون آذری داخل خاک خودتو به قوم محسوب بکنی. این تناقضات رو به نظرم باید اونهای پاسخ بدن که مخالفشن. یعنی من فکر میکنم ایران از ملیت‌های ایرانی تشکیل شده و ما با هم این جغرافیای سیاسی رو به وجود آوردیم و تشکیل میدیم و حتما با هم اداره خواهیم کرد. تشکر میکنم. 4 دقیقه شما وقت. انسان دارای هویت‌های متفاوت هست، هر فرد، یعنی و میتونه خود و خودش رو بالقوه توضیح بده. یعنی اگر شما از اینجا زندگی میکنی، از بچه‌ای که به دنیا میاد یا بچه‌ای داشته باشه ازش بپرسیم که هویت شما چیست، احتمالاً میگه آمریکایی هستم، آمریکایی ایرانی هستم، آمریکایی کرد هستم، ترک کرد، آمریکایی ایرانی هستم. این که من چگونه، یه فردی چگونه میخواد آیدنتیتی خود، هویت خودش رو توضیح بده، اختیار فردیه و دولت حق نداره کارش. این تمام این داستان است. دولت به محض اینکه بگیم بر اساس آیدنتیتی فردی درست میشه، از پیش داره به شما تصمیم میگیره که شما چه هویتی دارید. از پیش به شما میگه که شما در کاتگوری مذهب شیعه قرار میگیرید و آیدنتیتیتون اونه. بعد بنویسید من برای استخدام، بنویسید که من چی هستم، من کردم، من آذریم. اون دولت برای شما هست. تمام بحث این هستش که در جامعه آمریکا که نظام‌های اداری سیاسی جامعه، نظام‌های اداری سیاسی جامعه، اداری و سیاسی جامعه، هنگامی که بحث هویت انسان میرسه، بحث اختیاری است و حق داره از هم به شما نگه. و به محض اینکه شما یک نظام‌های سیاسی درست بکنه که از پیش دولت، حالا میخواد محلیش باشه یا میخواد دولتیش باشه یا مرکزیش باشه، تعیین بکنه که بچه شما چیه، بچه شما کیه خواهد. شما در انتخابات مثلا در اصفهان باید تعیین بکنیم که آیا کرد هستیم یا غیر کرد هستیم. بنابراین هویت شما بخشی از حقوق دولت به جایی که از شما گرفته میشه،
به دولت پرداخت بشه. انسان به عنوان کاتگوری‌های هویتی در جامعه ظاهر میشه. در نظام حقوقی جامعه انسان از کاتگوری‌های هویتیش خارج میشه، حداقل در نظام‌های حقوقی بر در اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار میگیرن. یعنی میگه انسان خارج از تعلقات دینی، قومی، مذهبی، جنسیتیش باید حقوق خودش رو دریافت میکنه و حقوق برابر خودش رو دریافت میکنه. و اگر شما این نکته رو فراموش بکنید، وارد بحث تبعیضات سیاسی خواهید شد که در تاریخ بشر قرنها وجود داشته. در جامعه تنوع هویتی در همین فیرفاکس کانتی بیش از همه کشورهای ما تنوع قومیتی وجود داره و هویتی و ملیتی و انواع و اقسام اعضایی که شما میدید در همین فیرفاکس کانتی به 72 زبان در صحبت میکنن مردم. ولی نظام حقوقی این فیرفاکس کانتی بر اساس بستن چشم خودش به این تنوعاتیست که انسان انتظایی شکل بهش میده. دقیقا تو نظام حقوقی به دلیلی که کانت میخواد اینو تبدیلش بکنه به حقوق دموکراتی، مجبوره انسان در نظام حقوقی خودش که متفاوت هستش با کاتگوری های جامعه شناسی، کاتگوری های حقوقی مبنا و انتخابش با کاتگوری های جامعه شناسی متفاوت هستش. وقت شما. سه نفر بعدی خواهش میکنم آماده باشن: آقای منصور کیا، آقای جمال عبدالله زاده و خانم فرزانه جلالی. هر کدوم 3 دقیقه. من یک نظر در مورد صحبت آقای طبایی دارم و بعد یک سوال. شما در اون مقدمه که گفتید از برزیل به عنوان یک حکومت فدرال اسم نبردید، در حالی که در 1890 بعد از یک کودتای نظامی برزیل به صورت یک فدرال در بود. دوم اینکه ما در این مدرسه هستیم، جیمز مدیسن رو شما اسمی ازش نبردید، چون اولین کسی است که از فاندینگ فادر طرفدار فدرالیسم در مقابل واشنگتن، جفرسون و فرانکلین که اینا مخالف بودن و دنبال کانستیتوشن آف دموکراسی بودن. این رو هم خواستم اضافه کنم. اما سوال، شما صحبت از تبعیض کرد، آیا تبعیض در نفس فدرالیسم یا در نحوه اجرا هست؟ شما به طور قطع با توجه الهام از ایدئولوژی خاص خودتون آمریکا رو بسیار زدید به عنوان تبعیض. این رو لطفا ممکن توضیح بدید. اما آقای رشیدی، در 2006 و 2007 در جنگ عراق آقای جو بایدن سناتور اون موقع و سرپرست کمیته روابط خارجی صحبت از تجزیه عراق یا تقسیم عراق به شیعه در جنوب، سنی در مرکز و کرد در شمال. این برمی خدا شاید نمیدونست که کردها هم سنی هستن در حال تقسیم. به محض اینکه این صحبت کرد گفتن که صحبت از تجزیه عراق. شما آقای رشیدی وقتی که میگید فرض کنید آذربایجان، لرستان، کردستان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان چیکار می‌خواید بکنید؟ مازندران چی؟ تهران کجا میره؟ این اگر تقسیم بندی تقسیم یه قومی هست در مورد تمام ایران صرف نمی‌کنه. بقیه رو می‌خواید چیکار کنید؟ متشکرم آقای. بفرمایید. قبل از همتیز از کنون دوستان فرنگیرم سپاس بذارم کسی این برنامه را تحقیل دادم. بحث فدرالیسم خودش به نظرم بحث بسیار مهمیه، چون خودبختانه تمام ملیت های ایران بدون متاسفانه باید بگم فارس ها الان موافق این که باید فدرالیسم در ایران کنده بشه و باید بشه. من از آقای غنامی تقویم نداشت یه سوال دارم. من در مورد فدرالیسم صحبت می‌کردم، در نفع فدرالیسم که برای جامعه ایرانی ممکنه آسیب‌های زیادی داشته باشه. ولی متأسفانه اصلا شما در این مورد اصلا بندش نمی‌دارید که صحبت کنید. اصلا شما
میخوام بدونم که آیا واقعا میدونید فدرالیسم یعنی چی؟ فدرالیسمی که ملت ایران میخوان و میدونید چی؟ آیا اصلا مطالعه کردید در این مورد؟ اگر کردید لطفا توضیح بدید که یکی از دیگر از دوستانم اینو از شما پرسیدن که متاسفانه از روی سوالشون رد شد. در مورد تعویض صحبت کردن که در ایران من فکر می‌کنم فدرالیسم بهترین جواب دهنده رفع تبعیض در ایران است. در حال حاضر در گذشته ایران متأسفانه با این فارسا چون قدرت همیشه در دست فارسا بوده. یک دقیقه. فارسا تبعیض می‌کرد، تبعیض ملت‌های دیگر رو مورد تبعیض قرار دادن، حقوقشون رو رعایت نکردن. همونطور که دوست عزیزم گفت آقای رشیدی، منافعی که در آذربایجان، در کردستان، در خوزستان هست همه رو جمع کردیم، میریم تو تهران مصرف میشه، در اونجا امکانات بسیار بسیار بهتری در مورد در مقایسه با جاهای دیگه گذاشیم. این بزرگترین تبعیضه. تبعیض فقط با فدرالیسم رفع میشه. یکی از دوستان عزیزی یه چیزی اشاره کردن که ما کردها باید بیاییم اینجاها و اونا رو برای شرط بیدیم که چی میخوان چی هستیم. دوست عزیز ما همیشه میاییم، ولی متاسفانه شما هایی که بازم میگم تبعیض باید شدیم، چون در اینجا ده ها مناسب کرد ملیت های دیگه من بودار میشه، ولی متاسفانه یه نفر هم ندیدم. متشکر. وقتی شما سکنه. خب من اجازه بدید که از حق خودم فقط استفاده بکنم. این یک کمی در نه شخصی نگیرید. یک قانونی یک همچین جلسه رو گذاشته، مهم دونسته و افراد زیادی هستن که به این مسئله میپردازن و این یک کمی فکر کنم خارج از انصاف هستش که همه رو با یک قلم بگذاریم. مخصوصا معذرت میخوام، من فقط از حق خودم دارم استفاده میکنم از طرف قانون. و یه آقای رشیدی هم فرمودن که سوسمارخور و اینجور چیزها گفته میشه. ما خودمون تو جمع ایرانی ها دیدم که خیلی ها کسانی هم که به قوم خاصی تعلق ندارن مقابل این مسائل وایستادن، دفاع کردن، مطلب نوشتن، تو رسانه ها سخن گفتن. بنابراین اگر یک چند نفر مقرضی همچین کاری رو میکنن، این مربوط به همه افراد نیستش. نه من شخص من نیست، یک کانونی این برنامه رو گذاشته. خیلی ممنون، ولی یک کانونی. خواهش میکنم بفرمایید. من سوالم خیلی ساده از آقای طماعی میپرسم، این که با توجه به وضعیت کنونی و 30 ساله جامعه ایرانی که مبنی بر تبعیض‌های فاحش و سرکوب‌های شدید اقلیت‌ها بوده، راهکار شما چیه و دیدگاه شما برای آینده آتی ایران؟ من واقعا خیلی متوجه نشدم، شاید خیلی بازم واضح نبود سوال من اینه. و اینکه یه خواهشی که داشتم در جوابتون مقایسه نکنید با جامعه دیگه، یعنی من خیلی واضح میخوام فقط در مورد جامعه خودمون صحبت بشه. خیلی ممنون. باید نفری چهار دقیقه یک اشاره به یکی از دوستان بکنم که اول از من پرسید راجع به داستان همیلتون و مدیسون و غیره. فدرالیست پیپر همونطور که درستی همشون میگن، از اصولا اساس پیپرهایی که نوشته شد برای این بود که ساختار یک حکومت مرکزی و مدل هاش که باید به اینجا رو توجه اصلا بایده تو واژه فدرال در جامعه ما به عنوان وقتی میگن فدرالیسم، چون واژه اصلا معنی فدرال یعنی قرار داد، معنی واژه فدرال از لاتین یونانی و وقتی به مثال از لاتین قراردادی که بین دولت ها ساخته میشه، بگه بین دو کانفدراسیون ها زمان تشکیل آمریکا داشت ساخته میشد برای ایجاد یه دولت مرکزی که بحث فدرالیست پیپر میتونن و نوشته هاش در ارتباط با این موضوع هستش. و درست هم میگن مدیسون هم جز به اول بس با همیلتون نبود، بعد جدا شد و داستان خود شده، ولی اساسا کسانی که خیلی نقش داشتن تو فرمولی کردن این
جریان از لحاظ نظری و تئوریک مدیس همینتون و جان ادمز هستن، بعدها جاستیس مارشال که در حقیقت میشه که اون ساختار اصلی نظام مدرن آمریکا رو در حقیقت مدیون اون هست، اونها ساختن این مملکت رو توی دوران کنونی هست. ولی سوالی که دوست آخرمون کرد، چه راهکاری واقعا وجود داره برای تبعیض؟ رو ساختاری که وجود داره برای تبعیض خارج شدن از لحاظ فرهنگی و سیاسی از نگاه به افراد به عنوان کاتگوری، بلکه به همون چیزی که دوست عزیزم انسان و حقوقش، خارج از تعلقات کاتگوری های جامعه شناسی فرهنگی و مذهبی پیش نگاه کردن. درنچه نه از کجا شروع میشه، نه از جامعه الیت سیاسی جامعه شروع میشه، نه بشه که اصولا در جامعه ما، چون بحث جریان حقوق شهروندی در تاریخ ایران یه بحث این در 18 سال بیشتر نیست، فکر نکنید این بحث 100 سال گذشته است. بحث حقوق شهروندی و مفاهیم حقوق شهروندی در جامعه ما و در اصولا بعد از انقلاب اسلامی در ایران و در اومدن گسترش به اصطلاح بحث های حقوق بشر داره قرار میشه و در نتیجه شدن یک شکل گرفتن نهادهایی بر پایه حقوق شهروندی و حقوق بشر هستش، نهادهای مدنی جامعه، نه بر پایه نهادهای هویت‌گرا، بلکه در تئوری های تحول مبارزه با تبعیض همیشه گفتن، به کتاب زیادی هم هست، که آنچه که جامعه رو به سمت دموکراسی و ضد تبعیض میبره قدرت نهادهای مدنی غیر هویتی هستش. اونها پایه های رشد جامعه دموکراتیک مدرن هستن که در داخل آمریکا بعد از سال 60 خیلی شروع کرد که نگاه بکنید، این که نگاه نکنید به رنگ ها در انتخاب، نگاه رنگ مردم، سابقه مردم، در ساختن نهادهای مدنی جامعه. برای همین بحث حقوق فرهنگی تبعیض همین تمام کنید یه جمعه، بحث حقوق فرهنگی در شکل جامعه مدنی، شکل جامعه مدنی و ساختارهای کنونیش تعیین کننده خواهد بود که دموکراسی ایران به چه سمتی خواهد رفت، هنوز تبعیض‌آلود خواهد بود یا ضد تبعیض خواهد بود. متشکرم. بالاخره خوشبختانه آقای تقوایی یه جمله مثبت در مورد آمریکا گفتن و این که فرد حداقل اختیار داره و حقوق شهروندیش رعایت میشه. ببینید وقتی که یه فرد اسمی داره، رسمی داره، شهرتی داره، یک آدرسی داره، یعنی یه فرد یه مشخصاتی داره، همین فرد یه هویت جمعی هم پیدا میکنه، متعلق به یک ملت، یک سرزمینی داره، یک خصوصیاتی داره و این خصوصیات اونو از دیگری جدا میکنه و این یک مسئله. مسئله دومی اینه که اتفاقا بر مبنای مفاد حقوق بشر سازمان ملل متحد اینه که میگه افراد به خاطر دین، مسلک، رنگ، پوست و نژاد نباید مورد تبعیض قرار بگیرن. یعنی چی؟ یعنی این جزء پایه‌های حقوق بشر محسوب میشه. من کردم، دیگری سنیه، نباید مورد تبعیض قرار بگیره به خاطر اینکه کرده، به خاطر اینکه بلوچه، به خاطر اینکه عربه، به خاطر اینکه ترکه. شما باید اینو به رسمیت بشناسی و وقتی که به رسمیت نمیشناسی یعنی تبعیض قائلی. در مورد کرد من جهت اطلاع این استاد و بزرگوارم بگم، اتفاقا در کرد بی دین و دیندارشو که کنار بزنیم، زرتشتی داریم، یارسان داریم، یهودی داریم، شیعه داریم، سنی داریم، ولی اکثریت کردها در تمام بخشا سنی مذهب هستن و میتونم صراحتنم بگم به خاطر تأثیر جنبش کردستان در تمام بخشاش اکثریت کردها سکولارن و به یک سیستم غیر مذهبی و غیر ایدئولوژیکی ارتباط دارن. یه نمونه دیگه هم بیارم در رابطه با فدرالیسم. ما موافق فدرالیسم ایرانی هستیم، یعنی اگر حدود 20 کشور دنیا به صورت فدراتیو به صورت فدرالیسم دارن اداره میشن، همه با هم متفاوتن. فدرالیسم اتریش با سوئیس که هم مرزه متفاوته، با آلمان متفاوته،
آلمان با آمریکا، آمریکا با کانادا متفاوت. شما نوع فدرالیزمی که ما مناسب باید میخواییم باید مناسب با تنوعات داخل ایران باشه و این ما نمیخواییم کپی برداری بکنیم. من یه نمونه بیارم. زمانی که ما در کردستان در سال 1946 جمهوری کردستان رو تشکیل دادیم، اروپا غرق جنگ خانمانسوز فاشیزم بود، فاشیزم موسولینی در ایتالیا. هیتلر اگر یهودیان رو به کوره های آدم سوزی میسپار، یهودی ها در مهابات پایتخت تاریخی جمهوری کردستان مدرسه داشتند. میخوام بگم که نمیخواد اصلا ما کپی برداری بکنیم. حتما مثلا باید مثل فدرالیزم ما باید بر مبنای فدرالیزمی باشه که در آمریکا مثلا بعد تاریخش. فدرالیزمی که ما میخواییم متناسب با تنوعات ملیتی، قومیتی، جغرافیایی داخل ایرانه و اونم مبنای دموکراتیکی داره. در هر کجا با مشکل برخورد میکنیم به رأی مردم برمیگردیم، اونو به رفراندوم میذاریم. این دیگه آخرین راهکار و آخرین راه چاره برای حل معضلات و مشکلات. سپاسگزارم. ممنون. ببخشید من یه 30 ثانیه مونده، من یه توضیح بدم. اتفاقا این نظر من نیست، اتفاقا فارسا به طور مشخص هیچ وقت از لحاظ تاریخی حاکم ایران نبودن. مثلا همین حالا خامنه ای ممکنه کمتر کسی بدون ترکه یا سلجوقیان یا در این سلسله ها در نظر بگیریم. مسئله اینه که سیستم در ایران فارسیزه شده، مثلا صدا و سیما، آموزش و پرورش، این مسائله. و مشکل ما با فارسا نیست، با سیستمه. فارسا مثلا نوری الان یک شخصیت بزرگ در میان فارسا، سیروس ملکوتی، دکتر لاجوردی، آرام حسامی، همه اینا موافق فدرالیزم هست. چرا؟ چون نگران آینده ایران هست. سپاس بذارم. سه نفر بعدی آقای پارسا فرشید، اگر اشتباه نکنم خانوم یا آقای محمودی. خواهش میکنم شما بعد از آقای پارسا بیست. میبخشید شما بفرمایید بعد از آقای پارسا فرشید آقای محمودی یا خانم محمودی میمونن برای سری بعدی. من همیشه یعنی از زمانی معتقد بودم و امروز هم شدیدم معتقدم که مسئله در ایران مسئله سیاسی برخلاف پست مدرنیستا، برخلاف اکثر مذهبی ها، من معتقدم که مسئله در ایران فرهنگی نیست، سیاسی. و این مسئله سیاسی سه بُعد داره که به صورت سه مسئله در تاریخ ایران، مخصوصا در تاریخ معاصر ایران مطرح بوده و خواهد بود تا این حل بشه: مسئله زنان، مسئله زحمتکشان و مسئله ملیت ها. برای مسئله ملیت ها فدرالیسم بهترین شکل دولتی در ایران مثل هندوستان. و من فکر میکنم که حتی امکان داره که در ایران آزاد و آباد دموکراتیک آینده اون مدل بیشتر هندوستان در ایران پیاده میشه، مدل فدرالیسم میشه. منتها مسئله ای که من با رفیع رشیدی دارم، این مسئله با دیگر سالشگران، سه سالشگران ترک آذری یا عرب ها یا بلوچ ها، من این مسئله رو به طور کلی دارم که شما در کدام ایران میخواهید فدرالیسم رو پیاده بکنید. در ایران میدونم که شما نمیخواهید در ایران سلطنت شاهنشاهی فدرالیسم رو پیاده بکنید، امکان نداشت. میدونم که در رژیم خمینی جمهوری اسلامی امکان نداره. پس شما در کدام ایران میخواید این فدرالیسم رو پیاده بکنید؟ کدام ایران؟ آیا ایرانی که امروز اقلا از دو سو امکان داره در زنگ آینده بهش حمله بشه؟ یکی آذربایجانه که اسرائیلی ها با خرج 20 میلیارد دلار بهترین موشک‌هاشون از طریق ترکیه آوردن به آذربایجان و میخوان در حمله نظامی آمریکا به ایران شرکت بکنن. و
و همون اسرائیلی ها در بخش شمال کردستان هم همین نقشو داره. آیا شما و بازم میگم و فقط شما نیستید، حزب دموکرات کردستان ایران، عهد قاسم‌دو، عهد شرفکندی، یک دقیقه، از هر نظر با عهد حزبی تفاوت میکنه. شما تا کنون راضی به جنایت های آمریکا در خاورمیانه در کشورهای همزوار ایران شما موضع نگرفتید. اگر گرفته باشید اینو به من شرح بدید، من خیلی خوشحال میشم و الا فدرالیسم رو من قبول دارم. مرسی آقای جان. من از آقای صلاح درست بایزیدی عذرخواهی میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام خدمت حضار گرامی و دوستان محترم و تشکر از دوستان فرهنگ برای این جلسه. من صلاح بازی هستم، نماینده حزب کمونیست کردستان ایران و حزب ما هم در آوازه موافق فدرالیسم. من نمیخوام زیاد به بحث‌های حاشیه‌ای در بحث‌های تربایی هم فدرالیسم، ولی یه چیزی که اشاره کردم نزدیکتر به میکروفون صحبت کنید. چیزی که آقای تربایی اشاره کردم در مقدمه بحثشون سه کشور رو هم بردن، کانادا و آمریکا و استرالیا. بعدن در ادامه بحثشون بیشتر از حقوق فردی این جامعه بحث میکردن و اینکه متنوع هم چجوریه. ولی یه چیزی که آقای تربایی اشاره نکردن، این جوامع بر اساس جامعه اتنیک نشنالیسم درست نشدن، اینا بر اساس سنی نشنالیسم درست شدن. و پس این نمونه این جوامع نمیتونه تطبیق داده بشه و از اونها مثلا نوع حکومتی و ایران رو از روش تعیین بشه. حتی جامعه کانادا و جامعه آمریکا فرق داره. جامعه کانادا یه جامعه مولتی‌کالتورالیسم، تو کانادا کوبک تا اندازه حتی استقبال اگه نگم آزاری داره. شما برید کوبک مثلا ساین انگلیسی نمی‌بینید، بعدن تریتوری داره برای اندیانش. یعنی شما نمیتونی مثلا یعنی نابفته هایی که نگفتید که مثلا اینو، ولی جامعه ایران در حقیق جامعه اتنیکی بود کرد و حق و حضور داره که باید بهش اشاره بشه و این در سکر. ولی من خیلی سریع چیزی بگم، اگه دوستان عزیز ایرانی مون یا اون در حکومت هستن که اصرار دارن، ما دو تجربه تاریخی در 6-7 سال اخیر در بغل گوشمون دیدیم. تو عراق یک اقلیت سنی 25-30% 80 سال در این کشور حکومت کرد. وقتی حکومت در این دوره جدید سقوط کرد، هیچ وقت این اقلیت سنی 30% نمیتونه دوباره بیاد رو کرد، چون نمیخواد جامعه اون رو سیستم فدرالی رو قبول کنه. در سوریه هم که این تغییرات در حال شکل گرفتن یک جامعه عددی 12% از اول شکل این کشور تصنعی رو کار کنید. این کشور هم که اگه این تغییراتش درست بشه دیگه نمیدونم. به خاطر همین من از دوستان عزیزمون که این نوع بحثایی که در مخالفت با فدرالیسم من دقیقا یه نوع سرکوب نرمه با کمک گرفتن از مدرنیته و یه چیز و میخوان حقوق فردی و اون حقوق کلکتیو جامعه را این کار کردن. همون تجربه دو کشور اگه نگم چیز اسلامی باشه خدا این نفس تکرار بشه تکرار میشه. به خاطر همین ما باید سعی کنیم خیلی شفاف این واقعیتی که تو جامعه در نظر بگیریم. فکر میکنم فدرالیسم بهترین راه چاره ای که میتونه جامعه رو دموکراتیزه کنه و اون حقوق حکومت متمرکزی که قرن‌ها و سال‌ها بوده اون رو جلوگیری و تکرار نشه. تشکر میکنم. آقای دکتر فرشید باقری. من صحبتم در نقد صحبتهای آقای تربایی و در دفاع از فدرالیسم هستش. آقای تربایی مثالی در مورد آمریکا زدن، گفتن که در اینجا مسئله separate but equal، این بحثی که در فیلد ایژوکیشن ما میکنیم، بله در دورانی سیاه‌پوستان آمریکا گفتن مدارس ما باید جدا باشه به خاطر این که بچه های ما تحقیر میشن وقتی با مدارس با بچه های سفید در درون یک مدرسه میرن، بنابراین نمیتونن آموزش بدن.
سال 1890. ولی 1954 براون ورسس بورد آف ادوکیشن اومد و گفتش که it is separate but it is not equal. جواب این بود بله جدا شده مدارس ما ولی ما یکی نیستیم. حقوق مدرسه سیاهان، درآمد مدرسه سیاهان، ساختمان مدرسه سیاهان یکی نیست با مدرسه سفیده. یعنی جدایی بود ولی واقعیت ها اینه. دلیل این که امروز در داخل آمریکا ما میبینیم که هنوز به اصطلاح معتقدن که برای استخدام و برای مسائل دیگه باید حقوق ویژه قائل بشن برای سیاه پوستان به دلیل 300 سال استثمار این گروه بوده. هنوز اون مرحله نرسیدن که تو بگی ایکوال فوتینگ. همون چیزی که ما در مورد ملیت های ایران میبینیم. در مورد ملیت های ایران حقوق ویژه به خاطر استثمار سالیان دراز، به خاطر نکاتی که آقای رشیدی گفتن، نبودن اقتصاد متمرکز در اونها، کشیدن ثروت از داخل اونها و پخشش در مراکز و غیره. برای این مسئله فدرالیسم به مفهوم درستش و واقعیش راه حل مشکلات ملیت های ایران هستش. سپت باید این کار که اشاره کردم به خاطر اینکه جنبش تبعیض بر اساس و علیه این در تصمیم سوپریم کورت آمریکا 1898 بود که این رو تصمیم کرد و بعد مجددا رد شد در 56 و غیره و درست بعد از این که خیلی جالب بود درست بعد از که ایده سپریت باید ایکوال تصویب شد یکی از فاجعه آمیزترین دوران تاریخ آمریکا از لحاظ تبعیض شروع میشه که بین 1900 هستش و تا 1950 که یکی از که رشد عظیم که از در این دوران هستش تمام این چیزهایی که دیدیم. برای همین به محض اینکه شما افراد شروع کنند به ساختارهای سیاسی جامعه بر اساس اتنیسیتی تقسیم بکنند و این رو شکلی از ایجاد برابری ببینن با تمام دستاوردهای جنبش ضد تبعیض حداقل در آمریکا در تناقض برابری. نکته دوم جامعه ایران جامعه قومی نیست از باز ترکیب جمعیتی هم نیست. جامعه ایران مالتی کالچرال هم با جامعه قومی و حتی ملیتی متفاوت است. مالتی کالچرال به این نهادها به فضایی میگن مثل شهرهایی میگن که در اون انواع و اقسام یک سوسایتی کامیونیتی میگن در اونجا وجود دارن. الان جامعه ایران 66% در شهرها هستن. تمام روندهای جامعه کنونی ایران هم نشون باید داره میده که این رقم در 10 سال آینده به 72-73% میرسه. شهرهای ایران تماما مالتی کالچورال هستند. پاسخ و تبعیضات در شهرهای بزرگ ایران به مراتب بیشتر هستش تا در دوران کنونی. تو در شهرهای کوچکترش هستی شهرهای کوچکتر تقویم‌دهی فرهنگی هست. در بلوچستان، کردستان، بندر عباس، فنگا، قزوین هر جایی که نگاه بکنید در شهرهای کوچکترش هر منطقه میبینیم تبعیض هست. ارمنی ها رو میزنن، فلان میزنن، یهودی ها رو میزنن. از این که فکر میکنید شما بهایی ها رو در لطمه میزن در همه مناطق ایران دیگه منطقه هسته. ولی جامعه ایران، مشکل جامعه ایران جایی که 66% مردم در زندگی میکنن و آینده این جمعیت افزایش پیدا میکنه راه حلش توی ایجاد راه حل تبعیض اینکه در شهرهای اصلی ایران این مسائل رو چطوری بخواهی حل کنیم. سی ثانیه. این مسائل از طریق ایجاد یک دولت قومی یا آیدنتیتی یا کرد یا بلوچ یا شیعه یا سنی قابل حل نیست در مناطق ایران. این مسئله باید از طریق از بین بردن فرهنگی که در تهران ایران بهایی رو میزنن یهودی ها رو غلغم میکنن سنی ها رو بهشون توهین میکنن در اونجا حل بکنیم. اگه کسی فکر بکنه که با ایجاد یک جمعیت دولت فرزند در بلوچستان وقت شما مسئله تبعیض رو در
جامعه ایران پنج درجه فکر کنم دچار توهم است. من از همین نکته شروع کنم. بحثی از میگه من سوره قرآن رو بدون بسم الله قبول دارم. اگر شما نگاه بکنید همین حاشیه نشینان شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران یا سمنان یا شهرهای دیگه، اتفاقا اکثریت مطلق اونها افرادی هستند که از مناطق ملی دیگه ایران اومدن، افرادی هستند آجرپزی ها، کورخانه های آجرپزی و تا آخر، افرادی هستند که از کردستان عازم اونجا، از بلوچستان و از خوزستان عازم اونجا، در حالی که مواد خام تمام 90% اقتصاد ایران از همون مناطق برداشته میشه. اگر ادعا اینه که کردستان ناامنه و جنبش مسلحانه درش پا گرفته و جنبش هویتی وجود داره، تو خوزستان که وجود نداره، تو ترکمنصحرا که وجود نداره. این یه دوم. در رابطه با جنگ، من سرورم دکتر پارسا، من نماینده حزب دموکرات کردستان نیستم و اگرنا قاطعانه پاسخ میدادم در این زمینه، ولی مردم کردستان جنگ رو خوب میفهمن. شما حداقل اینو برامون تایید میکنید. مسبب هر جنگی در ایران جمهوری اسلامی ایرانه. کدام کشور در دنیا وجود داره که کشور اسرائیل یک کشور رسمی در سازمان ملل متحد نماینده داره؟ رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران میاد پشت تریبون میگه باید حذفش کنی. خب این جنگ طلبیه. همین مسئول نیروهای مسلح پریروز گفته ما دیروز برای اسلام شمشیر میزدیم، امروز موشک میزنیم. خب این جنگ طلبیه. دخالت در امور داخلی تمامی همسایگان، صدور تروریسم دولتی، آیا این نقض معیارهای بین المللی نیست؟ مسبب این چیه؟ این جمهوری اسلامی ایرانه. البته من اطلاع ندارم که اسرائیلی ها در کردستان عراق یا به مفهوم دیگه در شمال عراق دارن کار میکنن. مدام جمهوری اسلامی ایران این اتهامات رو میزنه، ولی حاکمان کردستان عراق هم بلا فاصله تکذیب میکنن. ولی خب جمهوری اسلامی ایران با افتخار میگه من حزب الله رو ساپورت میکنم، ازش پشتیبانی میکنم، بازوی قدرتمند من در خاورمیانه است و اگر قرار باشه به من حمله بشه همه جا رو به خاک و خون میکشم. موضوع ما در رابطه با این چی هستش؟ کجای دنیا یک خرابکاری صورت میگیره که دست جمهوری اسلامی ایران درش وجود نداشته باشه؟ نیست. نقض حقوق بشر هر کجا باشه من مخالفشم. اتفاقا آمریکا هم چندان بد نیست جناب دکتر پارسا، بهترین و بزرگترین کتابخانه‌های دنیا. رئیس جمهور سیاه پوست در کاخ سفید حضور پیدا میکنه. منم موافقم که باید عدالت اجتماعی بیشتر در آمریکا نهادینه بشه. مسئله بیمه و پروژه‌ای که آقای اوباما داره پیش میبره به نظر من در همین راست است. ولی با این عینک‌های تاریک به تمام ابعاد آمریکا و سیاستش نگاه بکنیم به نظر من اینم بده. آمریکا هم چندان بد نیست، صد برابر رژیم‌های خودکامه و دیکتاتوری در خاورمیانه، اون جمله جمهوری اسلامی ایران، بدن، مردم خودشون رو سرکوب می‌کنن و هیچ حقی رو برای اونها به رسمیت نمی‌شناسن. متشکرم. آقای محمودی، آقای ناظر، آقای اعظمی آماده باشند. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز و مهمانان گرامی. من اول از هر چیز یکی از دوستان رو اومدن گفتن ما باید با هم باشیم تا همدیگر رو بفهمیم. ما از آداب و رسوم شما چیزی نمیفهمیم و غیر از چند آهنگ کردی نباشه. دوست عزیز، اگر از نظر تاریخی، تاریخی که شما قبول دارید، از نظر این تاریخ نگاه بکنید، 2500 سال ما با شما هستیم، هنوز شما ما را نشناختید. بنده کرد 2500 سال اجداد من با شما زندگی کرده. 8200 سال نه، تاریخ حکومت داری شده میگم. 2500 سال و قول خودتون از تاریخ حکومت داری میگذره با هم زندگی میکنید. من زبون مادری من در این مملکت ممنوع بوده. نگذاشتیم ما کردیمون یاد بگیریم،
الان بنده کرد یک صفحه فارسی نوشتم، اگه 100 کلمه باشه 80 کلمهش غلطه، فارسی هم خوب یاد نگرفتم. خب موقعی که زبان مادری بنده را ممنوع میکنید، دقیقاً زبان دومی را خوب یاد نمیگیرم. خب من چند سوال خدمت شما دارم. گفتیم سرزمین ایران تعلق به تمام ایرانی هاست، بنده هم قبول دارم تعلق به تمام ایرانی هاست. آیا ما ایرانی نیستیم؟ اقتصاد ایران، پیشرفتای ایران در طول تاریخ هیچ تعلقی به منطقه کردستان نداشته. در زمان یکی از جنگ‌های جهانی حکومت روسیه از کردستان می‌گذره، در شهر بنده به نام سقز یه پلی را درست می‌کنه که یه پل که 24 ساعت نیروهاش از اونجا عبور بکنن. بعد از 70 سال دو حکومت ایرانی، پادشاهی و جمهوری، هنوز نتونستن اون طرفشو درست بکنن. یه دقیقه. از جزایر سگانا گفتی ما باید ازش دفاع بکنیم. بله مسلمان باید ازش دفاع بکنیم، ولی روزی ازش دفاع میکنم که مثل شما حق و حقوق و مساوی در ایران داشته باشم. وقتی من شهروند درجه دو هستم، وقتی منو تمام حقوقامو ازم ضبط میکنن، زبان مادریمو ازم میگیرن، چه انتظاری داری از جزایر سگان من دفاع بکنم؟ بله اگر ایرانی باشم، اگر حق و حقوق و مساوی داشته باشم، از تمام ایران از با دل و جون ازش دفاع میکنم. ولی نیستیم. اپوزیسیون ایرانی هم که از دموکراسی حرف میزنن، هنوز هم تو برنامه هاشون برای ملیت های ایران، بخصوص ملت مبارز کرد، هیچ برنامه مشخصی تا به حال نداشتن، هیچ حق و حقوقی. وقتی اسم از ملیت نمیارن، یعنی پایمال شده نه حق و حقوق ملیت های که در ایران زندگی. وقتی شما تمام شد یه دقیقه، یه ثانیه. نه ما تقسیم قدرت میخواییم در ایران. این تقسیم قدرت چه فدرال باشه، چه جمهوری باشه، چه پادشاهی باشه. شما حق دیگران رو میگیرین. زیادم جدی نباشین. 2500 سال حق ما رو گرفته. یه سوال شخصی از شما. آره ولی شما خشمتون رو با ما نکنید. اگه حکومت ها گرفتن ما گناهکار نیستیم. آیا شما عضو حزب توده بودید و نماینده آقای کروبی بودید و حالا سبز مطلق هستید؟ یعنی مرسی. خیلی ممنون. آقای ناظر گرفت. خیلی ممنونم از سخنرانیتون. من فکر میکنم که یه مقداری مفاهیمی که ما میخوایم صحبت بکنیم عجیب دوچار تعاریف اینا هستیم. دوستمون آقای رشیدی مطرح میکنه فدرالیسم در رابطه با تقسیم ثروت صورت میگیره، همچین چیزی وجود نداره در فدرالیسم. فدرالیسم یعنی قدرت مرکزی ضعیفتر از قدرت‌های دیگه است. تمام اساس فدرالیسم در آمریکا در این مبنای چرا که فدرالی مملکت میخواستن دولتی رو تشکیل بدن که مثل دولت جورج سوم نباشد، که همه چیز در اختیار داشته باشد. فدرالیسم این نیست. قبل از اینکه فدرالیسم صحبت بکنید باید بگید پیشرفت فدرالیسم چیه. شما از پیشرفت فدرالیسم صحبت نمیکنید. فدرالیسم در جامعه آمریکا زمانی که وجود میاد یک پیشرفت داره. یکی دیگه از پیش از اساسی ترین پیشرفت های فدرالیسم مسئله موجودیت در روابط تنگاتنگ دموکراسی به وجود میاد. تا زمانی که دموکراسی در جامعه وجود نداشته باشه موجودیت فدرالیسم به درد نمیخوره، چون هر تقسیم قدرت فدرالیسم یعنی تقسیم قدرت، هر دولتی موظف حدود سقوط حکومت خودش رو بشناسه. اول از همه سنگ دموکراسی رو باید تو ایران بزنیم، بعد بیاییم بر سر این مسائل با یک دیگر به جدل بنشینیم. یکی این بحثه. دومین بحثی که من با دوستان کردم دارم، سالیان پیشم یکی از دوستان دیگه اومدن اینجا مطرح کردم، زبان بایستی پویایی داشته باشه. هر زبانی که پویایی نداشته باشه قابلیت بقا نداره. این یه واقعیت. طول تاریخ رو نگاه کنید،
زمانی که با روابط و ضوابط امروز جهان رابطه نداشته باشه قابلیت بقا نداره. زبان فارسی یکیشه، زبان کردی 100% یکی از اونهاست. شما به جای اینکه روی احیای زبان کردی بکوبید، باید سعی کنید مردم قم، مردم کرد رو با زبان پویای آشنا بکنید که امروز در جهان مسلطه. چون این باید بریم بکوبید، نه اینی که به چیزی بس بشید یا مثلا زبان فارسی. نه، امروز من تشمن ترجیح میدم تمام ملت ایران انگلیسی صحبت بکنن، چون زبانیست که به تاریخ بسته. کار من بسیار مشکله، برای اینکه با همه دوستان با کیفیت‌های مختلفی صحبت کردن موافقم. خودم هم سنگ تبعیض خوردم، همین جام شکسته، همین شکسته، پدیدم، فلانم، بهمانم، اقلیتم، اینا تمام خورد. منم میدونم شما چی میدونم، ولی ایرانی را میخوام یک پارچه. من هیچ یک وجب از خاک ایران اگر بخواد ازش جدا بشه یا به یک کیفیت دیگه تحت هر اسمی و هر شرایطی من باش مخالفم. ما همه گلهای یک باغ و یک گلدسته ایم، شاخ گلهای جداییم و به هم پیوسته ایم، دل به مهر ما به میهن بسته و وارسته ایم. شکر ایزد شاخه مهر و وفا نشکسته ایم. ای برادر، هموطن، فرزند پاکیز سرشت، من سرود یاد ایران راز نو خواهم نوشت. آذری و کرد و لر، پارسی، بلوچ و بندری، کیش و خوزستان و تهران سرزمین مادری، گیلک و مازندرانی تا خراسان خاوری. مردم ایران زمینم گر تو نیکو بنگری، تا گزا گذاریم بار دیگر خشت ها را روی خشت، من سرود یاد ایران را زنو خواهم نوشت. اون افر خواهش میکنم صحبت چیز نکنید. سالون اجازه میدید که این آخر برنامه با خوبی برگزار بشه. دوستان گرامی خواهش میکنم. عرضم به حضورتون دو نفر توی لیست هستن و طبق برنامه به نظر میاد که وقت به این دو نفر نمیرسه، ولی من با اجازه سخنرانا خواهش میکنم که این دو نفر فقط از 2 دقیقه وقت استفاده بکنن که از لیست به اصطلاح خارج نباشن. آقای شریفی و آقای عثمان، 2 دقیقه هر کدومتون صحبت بفرمایید. خیلی سریع. من به نظرم اون درخواستی که شما اول از 2 نفر پنلیست کردین که فدرالیسم از نظر خودشون روشن تعریف کنم و بعد بحث کنم، اون انجام نشد روشن. من خودم توی این زمینه مقدار گم بودم، بنابراین اگر این تعریف میشد بعد میشد بقیه بحثا رو بر مبنای اون سنجید. به همین دلیل من معتقدم اول اگر فدرالیسم تعریف میکردین هر کدوم از شما آقایون و بعد شما میگفتین آقای رشیدی که چه چیزایی به عنوان یه قوم کرد چه چیزایی رو میخواین که در هیچ سیستم دیگه‌ای بهش جواب داده میشه جز اون فدرالیسم که قبلا تعریف کردیم، من میفهمیدم. ولی اون چیزی که من فهمیدم با توجه به همین چند دقیقه از حرفای شما این که خیلی شبیه به تجزیه طلبی بود شما گفتید. یعنی شما میخواین که بر اساس قومیت، یعنی کسی که کرد، عرب، بر اساس قومیت خودش یک محدوده جغرافیایی سیاسی برای خودش تعریف می‌کنه. بنابراین استدلال‌های شما می‌بینید که چون تبعیض به اینا واقع شده، چون در موردشون جور گفته میشه، این در مورد کدوم بخش از جامعه ایران صادق نیست، در به کی جور نشده و برای کدوم شهر حتی اون هیچ جور گفته نشده، اینا استدلال نمیشه. و اگر شما قومیت رو مبنا قرار بدین، وقتی شما ببینید با کردستان عراق و کردستان ایران و ترکیه وقت یک واحد جغرافیایی سیاسی تشکیل بدین، اون قسمت یک واحد دیگه و این کلن نقشه جغرافیایی ایران به نظر من داره تغییر میکنه اگر این مقصود شماست. اگر هم نیست که من نمیدونم. متشکرم. آخرین نفر آقای عثمان بفرمایید. فقط دو دقیقه. با کمال احترام برای کانون دوستان فرنگی سلام عرض میکنم. من ما مثل کردها، اون آقای محمودی
واجب اون چیزایی من که اشاره کرد که من خواستم که با ناهایی که آمد واجب کرده ها صحبت کرد، ولی من واجب کردهای ما الان 40 میلیون کرد هستیم در هم چهارپارچه کردستان، ما 10 میلیون فقط شیعه داریم. ما مثل کردها اینقدر متعقل با مذهب نیستیم، ولی ما متعقل ملیت حق و حقوق ملت خودمان هستیم. ما مثل کردها اگر فردا در ایران این رژیم از بین بره، شما مجبوره که گردن بدن بعد دست شما و اینا نیست. این دموکراسیه، این دموکراسیه باید آورده توی دولت های بهار عربی است. الان ایران هم میگیره فردا هم پس فردا، ولی شما اگر این کاری کنید که ما مثل کردها از حقوق خودمان دست بر نمیداریم، یا باید گردن بدن که که فدرالیسم را قبول داشته باشید، یا باید جنگ کنید. این دو تا راه داره، ولی ما مثل کردها جنگ نمیخوام. ما میخوام با برادری و با دوستی با هم بشینیم و فدرالیسم را برای آینده ایران در پیش بگیریم، برای همه ملت‌های ایران. خیلی ممنون، متشکرم. 4 دقیقه آخر خواهش میکنم. بله بفرمایید، از وقتتونم بیشتر نگذارید چون باید کانون تایید. وقتی که با تاریخ آشنا باشیم، اتفاقا بخش‌های دیگر کردستان هم زمینه خاک ایران بوده. اولین تقسیم که در صورت میگیره سال 1514 جنگ چاردران صورت میگیره میان سپاه امپراتور عثمانی و امپراتور صفوی و کردستان برای اولین بار تقسیم میشه. بعد از جنگ جهانی هم که کشورهای جدیدی مثل سوریه و عراق و اینها تشکیل میشه و برای بار دوم در واقع کردستان تقسیم میشه. اینم بیکفایتی امپراتوری عثمانی و البته اکثریت کردها که سنی بودن از امپراتوریت عثمانی دفاع میکردن و امپراتوری عثمانی هم به اونا امتیازات خاصی داده بود در اون دوران. ما امیرنشین‌های بسیار قوی در اون دوران داشتیم، یعنی این یادمون نره. بعد به چه زبانی ما بگیم یا تعریف بکنیم؟ آقا ما هویت مشخص خودمونو داریم، ما کردیم. اتفاقا دوستی که اومد با همین زبان، با همین لهجه دور افتاده‌ای که شما حتی بهش اهانت میکنید، شاهکارها نوشته شده، بهترین رمان‌ها نوشته شده که به بهترین زبان‌های دنیا انگلیسی و فرانسوی و آلمانی هم ترجمه شده. فیلم هایی که به این زبان تهیه و تدوین شده جایزه های بین المللی بردن، مگر بهمن قبادی رو نمیبینی؟ کسانی که برای شیرین عبادی نوازیدن وقتی که جایزه صلح نوبلش رو در نروژ دریافت کرد، هنرمندان کرد بودن. 90% موسیقی که در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران پخش میشه کردی اصیل، ولی هیچگاه زیرش نمی نویسن که این کردیه. و این تبعیض یعنی این، آپارتاید یعنی این. به جای اینکه اینقدر در فکر این باشیم کرد تزیه طلبه، یعنی بیایم اینو محکوم بکنیم، بیایم یه راهکاری ارائه بدیم که از این بحران بیرون بریم. بعد شما منو قدقه بکنی، زبانمو تحقیرم کنی، دیگه حاضر نیستم با زندگی کنم. داد من اینه، من میخوام با تو بمانم. به هویت من، به تنوعات جامعه احترام بگذار. گفتیم فدرالیسم و کپی برداری نمی کنیم، فدرالیسمی رو میخوایم که مختص جامعه ایران و تنوعاتش باشه. یادمون نره، من خودم متولد 57م، ولی همون اوایل احزاب سراسری بودن که در نشریاتشون می نوشتن چرا سپاه پاسداران را به صلاح سنگین علیه اینها مسلح نمی کنید. مگر نبود اینهایی که اصیلترین ایرانیان بودن و مرزداران غیور ایران زمین بودن؟ بله، شعار ما دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بود. اکنون که فدرالیسمه، به خاطر رشد جنبش‌های ملی دموکراتیک و خواست ملی برای زدودن ستم ملی که در احزاب ریشه‌ای و پایدار در کردستان و اکثر کنشگران و حتی ایرانیان دلسوزی که دنبال
راه چاره واقعی هستن فدرالیسم رو میخوان. فقط ما نیستیم. تحقق خواسته های ملت کرد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال. بله اصلا فدرالیسم بدون دموکراسی و فدرالیسم بدون تقسیم قدرت و ثروت معنی نمیده. ما خواستار اینیم. حتی باید یک بودجه اختصاصی به تمام مناطقی که به هم در عقب افتادگی اقتصادی نگاه داشته شدن اختصاص بدیم که عقب افتادگی اینها، عقب افتادگی اقتصادی که عقب افتادگی فرنگیان به دنبال خودش و دیگری رو میاره از بین بره. لطفاً بیایید برنامه های ما را در این زمینه مطالعه کنید. سپاس گزارم. خیلی ممنون. لطفاً آقای تقوایی 14 در حال قرار بود بحث راجبه فدرالیسم مختصات به جامعه ایرانی خانه‌ای داره با چه چالش هایی رو برو خواهد اینا خواهد ولی مثل که تبدیل شد به بحث این که ما کی هستیم چی میخوایم. من اصلا واژه ما رو به رسمیت نمیشناسم. من پرد شما رو چی میخواییم و چه طلب میکنیم به رسمیت میشتزن. هیچ کسی کسی رو به تحقیل عنوان ما نکنه چون یه رای بیشتر به جامعه ایرانی نداره. اگه جامعه دموکراتیک باشه یه رای بیشتر نداره. اگه مردم ایران رای دادن به هر مدلی اکثریتشون رو مدل رو اجرا خواهم کرد. ولی اگر گمان بکنیم که این رای ولی روزی که مردم ایران رای بدن به نظر من همونطور که 57 متاسفانه سال 57 رای دادن و سعی کردن یه جامعه رو بر اساس هویت‌های دینی بنا بکنن، جامعه‌ای که رای بده و بر اساس هویت‌های قومی بخواد یه جامعه رو و یا ملیتی یا هر اسمی که شما می‌خواید فرهنگی بنا بکنه، این جامعه فاجعه آور خواهد بود. برای جامعه فاجعه آور به خاطر دو تا عامل. یکی اینکه فرایند توسعه اجتماعی ایران شهرهای بزرگ و مگاسیتی ها رو میکنه تبدیل میکنه به مدربی ترین مثلا جوامه یا کامیونیتی های ایران. تمام این جوامه هایی که مگاسیتی ها ترکیب افرادش سیتیزن ها شهروندانش افرادی از ترکیب اقوام هست. کسی که اون وقت دنبال این هستش که این ایدنتیتی های کهنه قدیمی که فرایند تحول جامعه بشری اینها رو داره نابود میکنه و در یک فرایند دنبال این کاسه ای داره میرسه همونطور که در بهرستازی داره میرسه، همونطور که بچه های شما هم چرچ هستن داره امتزاج پیدا میکنن تو یک نوع هویت های جدیدی که به خاطر این مهاجرت ها به خاطر این مناسبات جدید در مگاسی شهرهای کلان داره به وجود میاد. کسی که در مقابل اینها مقاومت بکنه و به جایی که راه حل های جامعه بشری رو بر اساس پذیرش این اتفاق خوبی که در جامعه داره میاد که این تفکرات اندیشه های کهنه قبیله رو بازمانده قرن 15 و 16 و 17 است میخواد به عنوان راهکارهای مدرنیته ارائه به در جامعه ایران که جامعه ایران رو تهران رو بکنه به محله کرد، محله ترک، محله بهایی، محله رد که بعد هر کدوم از اون تقاضای ما رو کنن در تهران اینها به جون هم میفتن و یه فضای جامعه اکستریم نوع فاشیستیش در جامعه ایران حاکم خواهد شد. هر کدوم از اقوام هم دون قسمت های خودشون تبدیل میکنن حکومت های قومی خودشون و هویت های قومی خودشون برای سرکوب بهایی ها یهودی ها، چیزی که الان داره میبینیم در تمام مناطق ایران. جامعه ایران اگر بر اساس حقوق شهروندی بنا نشه از این تحول بزرگ تاریخ عقب خواهد. هموطنان عزیزم اجازه بدید که من از دو تا سخنران آقای رحیم رشیدی، از آقای طهایی و از همه شمایی که آمدید تشکر بکنم. فقط یه دو سه جمله، نه چون بعد ایشون هم میخواست 30 ثانیه رو صحبت شما بکنن، اجازه بدید که همینجا تموم بشه. فقط میخواستم این رو بگم که دوستان عزیز، من فکر میکنم این نوع گفتگوها، این نوع پنل‌ها شاید کمک بکنه به رشد ما، به شناخت ما. ولی من یک موضوع رو متوجه شدم و نمیخوام این رو پنهان بکنم، میخوام این رو بیان بکنم، شاید کمک بکنه برای نشست بعدی. من احساس میکنم ما
ایرانی هایی که به همون از طرف حکومت هامون ظلم شده. یعنی رژیم جمهوری اسلامی الان داره به همه ما ظلم میکنه و 100% به یک گروه های ظلم مضاعف میکنه، 100%. ولی ما خشممون رو به همدیگه نشون ندیم. ما به ایرانی هایی که هموطن عاشق همین، من عاشق همه شما هستم، خوشحالم که تشریف آوردید، رنگ و بویی به جلسه ما دادید. ما خشممون رو به همدیگه نشون ندیم، ما دستامون رو تو دست هم بزنیم که آینده رو بروید.